خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، عرض ادب و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان. با جلسه سوم حل تست پیشرفته در خدمتتون هستیم. خب رفقا، همونطور که توی یک روش توضیح دادیم، حالا فرمت کلاس حل تست پیشرفته یه ذره تغییر میکنه. حالا با همین شکل و شمایل فقط از شکل آنلاین حالا یه ذره تغییر میدیم به آفلاین. یعنی از 4 جلسه که توی یک ماه برگزار میشه، یک جلسه آنلاینه که حالا اکثرا بتونن هم شرکت کنن، هم در واقع این حالت ترکیبیش حفظ بشه. حالا این حالتیه که حالا دانشگاه‌ها بیشتر دارن اجرا می‌کنن، حالا یک فرمت ثابت شده ایه که حالا به نظر خودمون هم قطعا فرمت مفیدی خواهد بود و نظرتون هم حتما بهمون انتقال بدید. خب با خانم دکتر سلمانی در خدمتتون هستیم. خانم دکتر، شما هم سلام علیکی داشته باشید که انشاءالله شروع کنیم. سلام برای ماهتون بچه‌ها. همینطور که دکتر خدمتتون توضیح دادن، ما از نوع کلاساتون رو به این صورت بریم جلو. خب به نظرم خیلی به نفع شما میشه، به خاطر اینکه کل این تایمی که در اختیار شما قرار میگیره، کل کلاس به صورت 100% در حال توضیح و تدریسه و خب اون مشکل ها و باگ هایی که تو آنلاین بودن، چه واسه من و آقای زاهدی پیش بیاد چه واسه شما پیش بیاد، ما نداریم و اینجا به صورت 100% داریم خدمتتون تدریس میکنیم. خیلی به نفعتون. فقط من یه خواهشی دارم ازتون بچه‌ها، ما قبل از اینکه هر سوالی رو حل بکنیم شما پاس کنید. یعنی مثلا الان مثلا فصل 10 دکتر زاهدی قراره براتون حل بکنه، الان سوال 3 که میرسید لطف کنید پاس بکنید، خودتون حل بکنید و بعد به توضیحات ما گوش بکنید. اینجوری اون راه رو خود پیدا کردی، ذهنت گرسنه شده و وقتی ما توضیح میدیم خیلی جذاب و خفن ذهنت اون نکته رو میگیره و قشنگ تو ذهنت میشینه. همین دکتر جان، که بهتر کنیم امروز هم یک کس خفن داشته باشیم. خانم دکتر، حالا همونطور که از فرمودید، حالا بهتره که دوستان حتما اول سوالات خودشون حل کنن، حالا ویدیو رو پاس کنن، بعدش حالا راه حل رو ببینن. حالا ما سعی خواهیم کرد مثل حالا کلاس های آنلاینمون این راه های مختلف حل سوال رو بیاییم بررسی کنیم، باگ های سوال، اصلا دام های سوال رو بیاییم بگیم که حالا کاملا شفاف سازی بشه برای همه عزیزان. حالا تستایی هم که گزینش شدن، حالا نیازه که بازم یادآوری بشه، بنظرم خیلی روش وقت گذاشته شده، یعنی تستایی فراوانی بررسی شدن و این تستا در اومدن، صرفا تستایی بسیار دشوار نیست که مثلا ما بعضا تستایی می‌خوایم بیایم بررسی کنیم که در واقع نکته های خاصی دارن، شاید اصلا ایده خاصی دارن. من پیشنهادم به بچه‌ها میدونین چیه؟ که بچه‌ها اصلا این فایل هایی که واسه این کلاس پیشرفته در اختیارتون قرار میگیره رو اصلا یه چیز بردارین، همه رو پرینت بگیرین و خیلی خفن نگهداری کنید ازشون. به خاطر اینکه حالا ما اولین چیزی که برگزار کردیم براتون کل دهمو جمع‌بندی کردیم، ما تجربه تابستون این فایل کل 11 قرار براتون جمع بشه با توجه به همون تابستون. یعنی تو الان مثلا 20 تا سوال خیلی خوب از 11 داری، مثلا حالا الان تعداد سواله کمه، مثلا ما با تجربه آزمون که میخواییم بریم جلو، مثلا یه هم میبینی واسه 20 صفحه، مثلا 10 صفحه اول کتاب 12 هم داره، تو مثلا 20 سوال خیلی خفن و حرفه‌ای و سخت داری بچه. ما سعی میکنیم 4 تا 6 تایپ سیمبول واسه شما بررسی بکنیم، یعنی سوالهایی که ارزش داره تو حتی 4 بار 5 بار هر چند بار که فکرشو میکنی حل بکنی. هر سوالی رو میبینی چندین ایده به تو میده که تو سوال دیگه هم میتونی بررسی بکنی و واقعا یه نتیجه خیلی خوب بگی. یعنی واقعا قدردان باشیم و این سوالا رو خیلی مثلا گنجینه با نظر ماش داشته باشیم. ما خیلی سوال خوب بررسی میکنیم براتون. بله کاملا درست. متشکرم از توضیحتون خانم. مرسی از شما. بریم شروع کنیم حل سوالات رو. خانم از سوال اول شروع میکنیم. حالا سوال 3، حالا جلسه قبل تا سوال 2 بررسی شد، حالا بله از سوال 3 شروع میکنیم. خب گفته که با توجه به جدول داده شده عناصر A B C D E به ترتیب کدوم عناصر میتونن باشن، دقت داشته باشیم که میتونن باشن. حالا پس یک ویژگی های کلی به من داره توی جدول که حالا در واقع بیشتر در واقع تفاوت 3 نوع عنصره، فلز، شبه فلز و نافلز. خب حالا شروع میکنیم. حالا من خودم باشم، حالا بعضی از موارد رو بررسی نمی کنم. حالا دقت داشته باشیم رفقا. ببینید توی گزینه 1-2 توی همه گزینه ها این مورد آخر فسفر گوگرد کلن میشه گفت خواص مشابهی دارن به جز رنگیشون. حالا در واقع من از عنصر دی دارم این را شروع میکنم.
ببینید رسانه الکتریکی ندارد، رسانه گرمایی ندارد، سطح صیقلی ندارد. در واقع ویژگی چه نوع مادهی رو داره واسه من توضیح میده؟ ویژگی نافلزه که اینا رو داره. چکش خواهی ندارد، اینا همشون واضحه. حالا ویژگی شیمیایی رو فقط باید دقت داشته باشید رفقا. ویژگی شیمیایی وقتی میگه اشتراک و گرفتن الکترون، این گرفتن الکترون یعنی تشکیل آنیون. یعنی بعضی از نافلزه هم دقت داشته باشید که نمیتونن آنیون تشکیل بدن، مثل کربن. حالا حالت فیزیکیش هم که باید دقت داشته باشید، حالت فیزیکی جامد که هم فسفر هم گوگرد در دمای اتاق جامد هستن. حالا ای رو بررسی کنیم، بازم از ای هم میتونید بررسی نکنید. چرا؟ ببینید چون توی همه گزینه ها فلزه، خوشم حالت فیزیکیشون هم همشون جامد دیگه، فلز دار ای جز جیوه، جیوه مایه است. حالا پس بازم دلیلی بر بررسی ردیف ای نداره. حالا ولی وقتی که میرم سراغ بی، میبینم که تو دو تا گزینه، در واقع تو یک گزینه فلز دارم، تو سه تا گزینه شبه فلز دارم. که حالا با توجه به همین قسمت اولش که گفته رسانه الکتریکی پایین، من میتونم بل او حذف کنم چون فلزات رسانه الکتریکی بالایی دارن. رسانه الکتریکی ضعیف و رسانه گرمایی ضعیف مربوط میشه به شبه فلزات. ژرمانیوم و سیلیسیوم هم دو تا شبه فلز از گروه 14 هستن. حالا بریم عنصر بعدی، عنصر سی. رسانه الکتریکی یه بالا، رسانه گرمایی کم. همچین چیزی چطور ممکنه؟ آها، کربن. کربن دو تا آلاتروپ داره رفقا، یکیش گرافیت، یکیش الماسه. در حد کتابتون هر وقت میگن کربن گرافیت در نظر میگیرید. خوشم یه نکته جالب که شاید براتون حالا جذابیت داشته باشه اینه که رسانه گرمایی الماس از هر ماده توی جهان بیشتره، خوشم با اختلاف خیلی فاحشی بیشتره، ولی خب بازم ما در نظر نمیگیریم. وقتی که میگیم کربن، حالا تروب فراوانترش رو در نظر میگیریم، هم گرافیته. گرافیت هم رسانه الکتریکی داره ولی رسانه گرمایی نداره. پس سی ویژگی کربنه، فقط میتونه ویژگی کربن باشه. پس حالا گزینه 4مون هم میتونیم حذف کنیم. حالا تنها چیزی که میمونه مورد ایه، که مورد ای هم نیاز نیست همه اینا رو بررسی کنید، از همین حالت فیزیکی میتونید سریعا کمک بگیرید و بروم رو حذف کنید چون بروم در دمای اتاق حالت مایع داره. حالا اینم یک سوالی از آزمون قلمچی سال 98 99 که حالا سوال آموزشی خوب بود، حالا نکاتش رو باید توجه داشته باشیم. خب حالا میریم سوال تست بعدی. تست بعدی من یه چیز بگم واسه همین سوال دکتر جان، من خودم همیشه بچا توی این سوالا که میاد ازتون میخوام یه سری چیزها رو به عنوان استثنا تو ذهنتون داشته باشید. مثلا ما یک نافلز مایه داریم که برومه، یعنی تو حالت فیزیک اونو ببینی خیلی راحت صورتش بکنی. یا استثنای ما دیگه، ما چه همون کربن است که ما گرافیت در نظرش میگیریم که آقا رسانه گرمایی نداره ولی رسانه الکتریکی داره. یعنی استثنا رو سعی کنید خیلی خوب به خاطر بسپارید که سوالی مثلا کلا تو این دوتا رو میدونستی خیلی سریع به گزینت میرسیدی، اینا رو که در ذهنش باشه خیلی راحت‌تر میتونید به جواب برسید. مرسی. خب حالا میریم سراغ تست بعدی. تست بعدی از کنکور 99 تجربی گزینه شده. یک مبحثیه که اکثرا باهاش مشکل دارن دوستان، مبحث محدود کننده. خب رفقا اول محدود کننده رو تعریف کنیم. محدود کننده یکی از واکنش دهنده هاست که زودتر تموم میشه و باعث میشه که واکنش متوقف بشه به واسطه اتمامش. چون من میدونم برای اینکه یک واکنشی انجام بشه، اگه تعداد واکنش دهنده بیش از یه دونه باشه، نیازه که هر چند تا واکنش دهنده دارن به نسبت وجود داشته باشن. یکیش تموم بشه بقیهش بمونن، این واکنش متوقف میشه چون واکنش به بودن همه اینا مرتبطه، وابسته است. خب پس حالا بحث محدود کننده میاد جلو. محدود کننده خودش زودتر از همه تموم میشه و باعث میشه که واکنش هم تموم بشه، چه بسا شاید واکنش دهنده دیگه تموم نشدن. ولی وقتی که میگم واکنش کامل، یعنی اینکه این واکنش دهنده به نسبت کامل با هم، یعنی به نسبت ضریب استوکیومتریشون با هم واکنش دادن و به طور کامل مصرف شدن. یعنی دیگه بحث محدود کننده اینجا نمیاد. تو سوالات هم به این لفظا دقت داشته باشید. سوالی که از محدود کننده تو کنکور 99 تجربی اومده، حالا به این بررسیش کنیم. گفته نمودار تقریبی غلظت، تغییر غلظت نسبت به زمان برای گاز آدو و دیدو در واکنش فرضیزی به کدام صورت است؟ با شرط اینکه غلظت آغازی آدو و دیدو به ترتیب 2 و 4.5 مولار باشه. خب این از 2 مولار، این هم از 4.5 مولار غلظت اولیش. هر دو واکنش دندن پس نزولی خواهد بود، یعنی مصرف میشه. حالا بیم اول واکنش رو نیازه که من موازنه کنم. حالا من موازنش میکنم، حالا به چه نتیجه میرسم؟ به این نتیجه میرسم که
بنزین مصرف 1 مول آدو 3 مول دیدو مصرف میشه. به همین شکل چون غلظت برای گاز میشه ترکیب میشه گفت وقتی که 1 مولار آدو مصرف میشه در محلول 3 مولار دیدو مصرف میشه. حالا آیا این واکنش به صورت کامل انجام پذیره؟ حالا یعنی گزینه سه را اگه نگاه کنید میبینید که واکنش به صورت کامل انجام شده چون دوتاشون هم با هم تمام شدن و اون لحظه اتمام واکنشه. حالا من میگم به ازای خب میخوام ببینم اگه آدو کامل بخواد مصرف شه چقدر دیدو نیاز دارم. میگم 2 مولار آدو دارم و میدونم که به ازای 1 مول آدو 3 مولار باید دیدو مصرف بشه. پس میشه 6 مولار دیدو. آیا من 6 مولار دیدو دارم؟ نه. پس آدو کامل نمیتونه مصرف بشه. محدود کنندن اینجا کدوم عنصر؟ دیدو. دیدو چون زودتر تموم میشه به عنوان محدود کننده واکنش برخواهد. پس اینجا چون به نسبت ضریبشون وجود ندارن واکنش به صورت کامل رخ نمیده، یعنی گزینه 3 حذف. حالا ببینم چقدر مصرف میشه، اینم نکته مهمی. مگه محدود کنندم دیدو نیست، پس بیام ببینم این دیدوه برای اینکه مصرف بشه چقدر باید آدو مصرف بشه. 4.5 مولار دیدو به ازای 3 مولار دیدو 1 مولار آدو مصرف میشه که میشه 1.5 مولار. پس از 2 مولار اولی آدو 1.5 مولارش مصرف میشه، پس نهایتاً 0.5 مولارش میمونه. گزینه 1 هم حذف میشه. همونطور که میبینید این 2 از 2 شروع شده، این آدو دیگه اومده رو 1 تموم شده، پس اینجا هم حذف این گزینه. حالا بیاین گزینه بقیه گزینه هم نیاز نیست فرضی کنید، به همین سادگی گزینه 2 هم رد میشه. همونطور که میبینید تو گزینه 2 هیچ کدوم تموم نشدن، در حالی که ما میدونیم دیدو کامل مصرف خواهد شد. و همونطور که مشخصه تو گزینه 4 این دیدو این آدو، دیدو کامل مصرف میشه لحظه‌ای که دیدو تموم میشه، لحظه اتمام واکنشه. محدود کننده دیگه وقتی که تموم میشه واکنش هم تمام میشه به موازاتش. چه بسا واکنش دهنده دیگه کامل تموم نشده و دیدیم که واکنش دهنده دوم که آدوه 1.5 مولارش مصرف میشه، از 2 مولار اولیش میمونه 0.5 مولار. پس گزینه 4 میشه جواب تستم. حالا اینم یه مبحثی که تو نظام قدیم فکر کنم بود. دقیقاً محدود کننده اصلا تو نظام جدید اشاره مستقیم نشده، خیلی طراحی اینجا فعلا تو فاز قدیمی بوده فعلا. ولی خیلی خفن توضیح دادین، یعنی بچه‌ها یاد بگیرین الان محدود کننده چیه. با ترجمه اینکه اومده سوالش باز امکان داره واسه شما بیاد، با اینکه مثلا هدف اصلی نظام جدید نیستش دیگه. و نمی که سوال دادن، ولی الان دکتر خیلی خفن و حرفه‌ای توضیح دادن. مرسی دکتر، خسته نباشید، عالی بود. حالا بریم سراغ تست بعدی. تست بعدی هم از کنکور 1400 گزینه شده، از کنکور 1400 خارج. گفته یک ورقه فلزی به وزن 40 کیلوگرم با گرمای ویژه 0.5 جول گرم بر درجه سلسیوس و دمای 450 درجه در 150 کیلوگرم روغن با سی ویژه 2.5 و دمای 25 فرو بردیم، کدوم مطلب درسته؟ پس در واقع اینجا قرار مبادله شدن گرما بین ورقه فلزی و روغن رخ بده. حالا توی سوالات گرما همیشه یک اصلی وجود داره، اینو توی فیزیک فصل 4 دهم هم خوندید که گرمایی که یکی میگیره با گرمایی که اون یکی از دست میده مجموعش رو صفره اگه ائتلاف گرما نباشه. خب یعنی این گرمایی که من مثلا ورقه فلزیم قرار از دست بده همون گرماییه که روغن میگیره اگه ائتلاف گرما نباشه. اگر ائتلاف گرما هم باشه این کیوی که کیو ائتلاف هم اینجا داخل این فرمول می‌نویسیم. حالا برای اینکه با منفی و مثبت زیاد سر کار نداشته باشیم به این حالت در میاریم، قدر مطلق کیو 1 مساوی قدر مطلق کیو 2، کلا اعداد با اعداد مثبت سر کار کنیم داشته این رابطه. میگم گرمایی که فلز از دست داده مساوی گرمایی که روغن گرفته و هم ایستاده، گفتیم در شرایطی که اطلاف گرما نداشته باشه. گزینه 1 رو دقت کنید، گفته اگه روغن همه گرمای داده شده از ورقه فلزی رو جذب کنه مجموع تغییرات گرمایی ورقه و روغن به 0 میرسه. مجموع تغییرات گرمایی Q1 و Q2. ببینید رفقا گرمایی یک فراینده، یعنی تغییرات گرمایی منظورش همینه. یعنی گرمایی که یکیش از دست داده با گرمایی که یکی گرفته، یکیشون علامت مثبت داره یکیشون علامت منفی، دقیقاً همین رابطه.
اتلاف هم نداریم، پس کیو یک بزاف کیو دو مساوی سه. دقیقا روز یک داره همین رابطه رو به صورت تشریحی توضیح میده. مجموع تغییرات ورقه و روغن کیو یک بزاف کیو دو مساوی سه. این گزینه درست. حالا بریم سراغ بقیه گزینه. اگه به جای روغن آب با جرم و دمای یکسان استفاده کنم، دمای پایانی آب بالاتر از دمای پایانی روغن خواهد. خیلی نکتهش خوبه، دقت کنید. ببینید مگه نگفتم کیو یک مساوی کیو دو، قدر مطلق کیو یک مساوی کیو دو. پس میگم ام یک سی یک دلتا تتا یک مساوی ام دو سی دو دلتا تتا دو. حالا ام یک سی یک رو به صورت سی بزرگ نشون میدم، همون ظرفیت گرمایی، اینم سی دو ظرفیت گرمایی حالا ماده بعد. حالا اگه من بخوام یه رابطه بنویسم سی یک بر سی دو مساوی دلتا تتا دو بر دلتا تتا یک، این رابطه یه که من وقتی که دلتا تتا یک رو میبرم میبر و سی دو رو میارم میبر به دست میارم. پس از اینجا یک نتیجه خیلی ساده میگیریم، تغییرات دمایی یک ماده با ظرفیت گرماییش رابطه عکس داره. اینجوری هم میتونیم بگیم سی متناسب است با یک بر دلتا تتا یا برعکسش. حالا پس بیایم سی اینا رو حساب کنیم. ورقه فلزی 40 در نیم ضرب کنم 20. حالا اینو برای روغن هم انجام بدیم، 150 در 2.5 میشه 375. نشون میده که تغییرات گرمایی، تغییرات دمایی روغن کمتر از ورقه فلزی چون سی بیشتری داره. خب حالا الان من به جای روغن بیام آب با همون دما و همون مقدار استفاده کنم، اون وقت سی آب میشه چند؟ 150 ضرب در 4 و 2. 150 ضرب در 4 و 2 از 150 ضرب در 2 و نیمه بیشتره، پس من سی رو بازم افزایش دادم، پس بازم دلتا تتا کمتر میشه، پس بازم تغییرات دماییم کمتر میشه. حالا به این نمودار خیلی ساده دقت داشته باشید. اینجا میشه روغن فلز، دمای تعدادشون میشه اینجا. چرا من به روغن نزدیکتر کشیدم؟ چون تغییرات دمایی روغن که میشه فاصله اینجا کمتر از فاصله فلز با دمای تعادل. حالا وقتی که گفتیم من بیام اینو تبدیل کنم آب، دیگه تغییرات دمایی کمتر خواهد بود چون سیه رو من افزایش دادم، پس بازم نزدیکتر میشه، یعنی تغییرات دمایی بازم کاهش پیدا میکنه. پس دمای پایانی آب چون تغییرات کمتری داره از دمای پایانی روغن کمتره، همونطور که اثبات کرد. در مقایسه با دمای آغازین روغن، دمای پایانی سامانه به دمای آغازین ورقه نزدیکتره، که اینم کاملا از اینجا من اومدم اثبات کردم که به دمای روغن نزدیکتره چون دلتا تتای روغن کمتره، پس دمای تعادل باید به دمای روغن نزدیکتر باشه. در این فرآیند تغییرات دمایی ورقه فلزی کمتر از تغییرات دمایی روغن است. خب همونطور که مشخصه، حالا همین گزینه شما اصلا فرض کنیم نمیدونستید کدوم سی بیشتری داره، گزینه 3 و 4 دارن یه حرف رو میزنن دیگه، مگه با هم میتونن درست باشن؟ گزینه 4 هم غلط. این هم از تحلیلی سوال از کنکور 1400 خارج. دکتر سر این سوال از بچه ها درگیر محاسبات خیلی بد شدن، یعنی این گزینه 2 و 3 و 4 رو اینجوری که شما بررسی کردین بچه ها اومدن عدد گذاشتن. یعنی اینو میخوام بگم که بچه سوالایی که میاد تو کنکور راهی که میرین اشتباهه، میگین محاسبات خیلی طولانی و سخته. الان اینجا همینطور که دکتر توضیح دادن اصلا لازم نبود محاسبات واسه یه گزینه یه نمیدونم 2 3 4 بررسی بشه. مثلا این سوالا جلوی خیلی از بچه‌ها که میذارم دکتر یه عددی در میاره، خود من نمیتونم ضرب کنم بهش، میگم چه جوری میخواین یه توی دقیقه این سه تا گزینه رو ضرب بکنی فلان کن، یعنی حواستون باشه ما کلن 17 تا مثلا تو کنکور داشته باشیم، من عقیده نه که یه دونه سوال با محاسبات بد میاد، بقیهش رو همینجوری میتونیم بررسی بکنی، مهمه که از کجا وارد شی یا به کجا ختمش بکنی. یعنی دقیقا به نظر من دانش آموزا وقتی سوال رو میبینه هدف از سوال رو بفهمن، سوال از من چی میخواد. چون اکثرا من دیدم هم در دانش آموزای خودم هم در اطرافم، خیلی دانش آموزا کورکورانه سراغ محاسبات میرن، سراغ اصلا روشایی میدن که اصلا نمیدن آخرش به کجا ختم میشه.
حالا به خاطر همینه که ما همیشه تاکید داریم دانش آموزا اول باید نقشه راه سوال رو متوجه بشن، بدونن میخوان کجا برن، به چی برسن. مثلا وقتی اینو متوجه بشن دیگه سوالشون کارشون راحت تر میشه. مثلا دیروز داشتم یک کلاسی داشتم، دانش آموز داشت هی محاسبات میگفت، میگفت از اینجا برید اینجا رو، اینو در این زد. من گفتم دانش آموز که راه اشتباه داره میره، ولی خب بپرسم ببینم اصلا هدف از این کارش چیه، میخواد به چی برسه. پرسیدم گفتش نمیدونم. خیلی ساده گفتش نمیدونم دارم چیکار میخوام به چی برسم. گفتش فقط دارم انجام میدم. فقط یه سوال ساده پرسیدم، گفتم سوال آخرش از من چی میخواد. مثلا گفته بود درصد جرمی کرون، گفتم درصد جرمی کرون با چی مساوی؟ جرم کرومی که دارم تقسیم بر جرم جامعه. بعدش فهمید که آها من پس باید بیام اینا رو حساب کنم. خیلی یه چیز ساده است. دانش آموز اگه به این برسه دیگه برای کارش راحت. به نظر من با اینکه بچه ها متوجه بشن که تیپ بندی یعنی چی و تیپ بندی بکنن مشکل حل میشه. ببین من مثلا خودم مدرسه تایدانش بودم. ببین تو اون 3 سالی که دکتر من تو مدارس بودم، تو هر 3 سال تاکید بر این بود که ما تیپ شناسی بکنیم، ولی دقیق از اینکه یک نفر بیاد به من توضیح بده تیپ بندی یعنی چی. خیلی میگه تیپ بندی کن، ولی من تا وقتی که خودم شروع نکردم به درس دادن بعد از 18 سالگی نمیدونستم تیپ بندی یعنی چی. یعنی تو اگه تیپ بندی بکنی متوجه بشی که این سوال اینو میخواد، این اینو میخواد، این اینو میخواد، دقیقاً همون چیزی که شما گفتین، میفهمی هدف سوال چیه و نقشه راه واسات مشخص میشه. لقمه رو دور سر نمیپیچونی که بگی چی خاص از من، به چی قراره برسم. پس قطعاً تیپ بندی بکنی. حالا ما هم سعی میکنیم از وقتی یادمون تو این تیپ بندی کردنتون کمک بکنیم که با اون تیپ بندی نقشه راه کلی تو ذهن تو بشینه که بتونی راحت حل کنی سوالات رو. ممنون از توضیحاتتون. خب بریم سراغ یه تست رایج. حالا تست دشواری نیست، ولی خب یه تستی که زیاد می‌بینیم. گفته که گرمای آزاد شده در کدام یک از معادله‌های زیر در مقایسه با موارد دیگر کمتر است. خب از کجا می‌دونیم توی این واکنش گرما آزاد میشه؟ خیلی ساده، واکنش‌های سوختن کلاً گرماده هست. حالا روش‌های پیدا کردن واکنش‌های گرماگیر و گرماده رو تو فصل 2.11 به طور کامل خوندید. حالا در واکنش های گرماده حالا اینجا چی فرق داره؟ این تمرین کتابتونه که حالا سوال کنکورم قطعا خواهد بود. خب من اینا رو با Q1, Q2, Q3 و Q4 نشون میدم. حالا چی فرق داره؟ حالت فراورده ها تو بعضی از گزینه ها گازه، تو بعضی ها مایع است. و حالت یکی از واکنش دهنده ها تو بعضی از گزینه ها گازه، تو بعضی از گزینه ها مایع. حالا سوال از من اینو میخواد، بیام ببینم تو کدوم یک از این حالت ها من بیشتر گرمای آزاد شده دارم. همیشه یادتون باشه برای اینکه این مدل سوال رو حل کنید اول به تعریف خود واکنش گرماگیری یا گرماده برسید. قبلش حتما باید بدونید که واکنشتون گرماگیری یا گرماده. حالا من میگم این واکنش گرماده، من میگم تعریف واکنش گرماده چیه. در واکنشی که واکنش دهنده های با آنتالپی بالا تبدیل میشن به فراورده های با آنتالپی پایین. یعنی من اگه بخوام نمودار تقریبیش رو رسم کنم به این حالت میتونم بگم این نمودار آنتالپی باشه، این بالا واکنش دهنده ها، این پایین هم فراورده ها. حالا واکنش دهنده به فراورده وقتی که تبدیل میشه آنتالپیش کاهش پیدا میکنه و این تغییر آنتالپی، این تفاوت در آنتالپی به صورت گرما آزاد میشه. این شکل کلی واکنش های گرما دهه. حالا همونطور که گفتیم این گرمایی که آزاد میشه به علت تفاوت در آنتالپی این دوتاست. پس اگه من میخوام گرماییم که اینجا آزاد میشه، خب حالا سوال گفته کمتر باشه، پس باید تفاوت اینا هم که کاهش پیدا کنه، یعنی سطح آنتالپیشون رو من به هم نزدیک کنم. حالا ببینید چجوری من میتونم من سطح آنتالپی اینا رو به هم نزدیک کنم؟ یا واکنش دهنده رو بیارم پایین یا فراورده رو ببرم بالا که تفاوت اینا کاهش پیدا کنه، درسته؟ حالا من میام این واکنش دهنده رو سطح انرژیشو کاهش بدم، آنتالپیشو کاهش بدم، یعنی اصطلاحا پایدارترش کنم، چون میدونیم آنتالپی با پایداری رابطه عکس داره. حالا واکنش، پس میام رو حالت واکنش دهنده. همیشه یادتون باشه آنتالپی گاز بیشتر از مایع، مایع بیشتر از جامد آنتالپی، و پایداری هم که کاملا عکس اینه، میگیم جامد بیشتر از مایع بیشتر از گاز. همونطور که خواستیم من میخوام تفاوت اینا رو کاهش بدم،
پس باید واکنش دهندم آنتالپیش کمتر باشه، پایداریش بیشتر باشه، بیاد پایین. کدوم حالت بین گاز و مایع آنتالپی کمتری داره؟ حالت مایع. پس این دوتا گزینه هست میشه. حالا میام سراغ فراورده. برای اینکه تفاوت سطح انرژی اینا رو کاهش بدم، فراورده رو میبرم بالاتر. پس فراورده آنتالپیش باید افزایش پیدا کنه، سطح انرژیش افزایش پیدا کنه. بین دو حالت گاز و مایع کدوم یک آنتالپی بالاتری داره، کدوم یک ناپایدارتره؟ حالت گاز. پس به همین علت کمترین گرمای آزاد شده رو میتونیم توی گزینه 4 پیدا کنیم. خب حتما یه سوال میاد دیگه از این، حالا یه توی گزینه میاد از این چند تا درست چند تا غلط ها، یا یه سوال میدن دیگه از این. حتما خیلی تیپ تست پرتکرار یا زیاد دانش آموزان. حالا دانش آموزان من چون دیدم اکثرا نمیدونن که چه جوری اینو مقایسه کنن، صرفا حفظ میکنن. بخاطر همین اکثرا به مشکل میخورن، یه ذره سوالو بپیچونن قطعا به مشکل میخورن. حالا من واسه شو میام چیز میکنم، یکم تو واکنش دهنده ها فرورده ها حالت جامد مایع گاز رو به ترتیب میذارم، هر گزینه رو بهشون نشون میدم تو چه فاصله ای داره که بتونن بهتر متوجه بشن که کدومش کمتری با چشم دیده بشه که کدوم کمتر میشه. کاملا درست. آره به نظر خود من هم روش رایجی هم که استفاده میشه همینه که حالا یک نمودار خیلی ساده باشه. دقیقاً. رسم بشه برای اون نمودار. و حالا بگی که من برای اینکه میخوام اینو افزایش بدم یه کارش بدم، خب بیام فاصله چی کارش کنم؟ دستش تحریک کنم خیلی ساده. خب بریم سراغ تست بعدی. گفته که در شکل‌های زیر جرم فلز منیزیم یکسان بوده. دقت کنید. همینجاش داره یک نکته مهم رو من، جرم فلز منیزیم یکسان و منیزیم در هر سه شکل به صورت کامل مصرف میشه. پس اگه بحث محدود کننده هم رخ بده، محدود کننده منیزیم، چون محدود کننده چون تو همشون کامل مصرف شده، میتونه واکنش دهنده بعدی بیشتر هم وجود داشته باشه، کاری ندارم. محدود کننده اینجا بحث میشه. منیزیم تو همشون به شکل یکسانی وجود داره و تو همشون هم کاملا مصرف شده. حالا اگه فرض کنیم متعلق منحنی آ متعلق به شکل A باشه، منحنی تغییرات گاز H2 در شکل B و C به ترتیب کدومه؟ خب رفقا خیلی ساده، من گزینه 4 و گزینه 2 رو حذف میکنم به خاطر وجود مورد P. ببینید توی مورد P حجم گاز H2 از A بیشتره. ببینید اصلا کاری ندارم توی C و B و تو همشون، چون منیزیوم یکسانی مصرف شده و منیزیوم هم کامل تو همشون مصرف شده دیگه، پس تو همشون جرم در واقع حجم گاز H2 که تولید میشه متناسب با همین جرم منیزیومیه که مصرف شده و چون یکسانه پس گاز H2 تولیدی هم در اینها یکسان خواهد بود، فقط سرعت تولیدشون فرق میکنه، یعنی شیب نموداره که فرق میکنه، انتهای نمودار نباید فرق کنه. پس به این دقت داشته باشید. حالا دو تا گزینه‌مون هست میشه. حالا بیایم شکل B رو بررسی کنیم. تو شکل B 100 میلی‌لیتر محلول نیم مولار دارم. توی شکل A 0.2 مولار 100 میلی‌لیتر دارم. اصلا به میلی‌لیتر کاری نداریم. توی صورت واکنش وقتی که میخوام با در واقع محلول ببینم روی صورت واکنش چه تاثیر میذاره، باید رو غلظتش فقط توجه داشته باشم. اینجا دیگه غلظت رو وقتی که به من داده، من به سادگی میگم این غلظتش بیشتره، تمام. این غلظتش با این برابره، سرعتشون هم برابر تا حد. پس حالا فقط اینجا یک تفاوت چیز هست، دیدگاهی هست. تو تعریف کتاب همچین چیزی اومده، گفته که ما وقتی غلظت رو میایم افزایش میدیم، همون مولاریته، سرعت واکنش هم افزایش پیدا میکنه، مولاریته رو کاهش میدم، سرعت واکنش هم کاهش پیدا میکنه. بحثی در مورد حجم و مول نشده، ولی خب مولاریته مساوی مول بر حجمه. حالا مولاریته A و C با هم یکسانه، بحثی که اینجا وجود داره، یکی حجم بیشتری داره. از نظر من، و حالا میگم اینجا یه ذره اختلاف نظر هست، میگم بعضی اینجوری در نظر میگن، بعضی هم مثل همین کتاب اینجوری در نظر نمیگیرن، این حجم ما آمدم افزایش دادم، درست مولاریته همونه ولی سرعت واکنش رو کاهش میده. ببینید اینجا چون حالا تا حدودی اینجوری میشه در نظر گرفت، اینجا واکنش دهندتون کامل مصرف میشه، 100 میلی لیتر 0.2 مولار، این مقدار مول هاش سیل داره. اینجا هم
چهار صدم مول HCl دارم تو 200 میلی‌لیتر. من از این 400 فقط 0.2 نیاز دارم و این 0.2 هم تو محلول پخش شده دیگه، اینجا تو 200 میلی پخش شده، اینجا تو 100 میلی، پس اینجا در دسترس داره. با این استنباط میشه اینو درست کرد که اینجا توی سی صورت واکنش کاهش پیدا میکنه، فقط توی این شرایط خاصه که سیت میکنه. این نکته جالبی. حالا اون چیزی که من توی این اختلاف نظر زیاد بود بررسی کرده بودم اون زمان، اکثرا با این غلظته من جلو میره، یعنی اصولا باید میگفتیم A مساوی C، ولی چون اینجا این در واقع HCl چطور میگه غلظتاشون یکسانه و این 0.2 که من نیاز دارم توی محلول پخش شده، حالا C رو به در واقع کمتر میگیم. حالا بر میگم اینجا چون اختلاف نظر هنوز هست و من خودم این غلظت مولاره رو در نظر میگیم، حالا واسه ما همون A رو در نظر میگیریم برای خود منحنی C، غلظت فرقی نمی کنه. خب همونطور که گفتم مول حجم اینا باید در نظر گرفته نشه، همون استنباط که هم که الان بهتون گفتم استنباط یه تعدادیه، حالا من خودم اساس رو نمیدونم بر چه چیزی بنا شده، حالا اینم یک پیشبینی بود که از اون خط فکر داشتم. ولی خب حالا نکته‌ای که باید دانشون زورش توجه کن اینه، غلظت مولاره که داره نشون میده صورت واکنش. اینجا غلظت یکسانه، دیگه من با حجم کاری ندارم، با مول کاری ندارم، غلظتی که بحث میشه حجم رو میذاریم که حجم تأثیری نداره. خب حجم اون وقت تأثیر داشت که من مولم داده بود، اون وقت من میومدم مولار حساب، من اینجا دیگه مولار داده، پس من میگم منحنی سی هم رو همون منطبق بر آ خواهد. حالا منحنی بی هم محلول نیم مولار، پس سرعت بیشتری دیگه طبیعتا، پس حالت ت درست. خب این هم از این سوال ها دیگه ذره من بیشتر این سوال رو به این علت گزینش کردم اون ابهامه رو بررسی کنیم در مورد مخصوصا حج و اون خط فکری غلطی که حالا من بعضا شنیدم، حالا مثلا یکی دوتا دانش آموزان بهم میگفتن که این یکی دو نفر این حرف رو زدن و خواستم برای دانش آموز این شفاف سازی بشه. خب خانم دکتر شما نظرتون در این مورد چیه؟ دقیقا منم خیلی دیدم بچه ها این موضوع رو، یعنی همین مددی شنیدن و حالا چیزی که میگن بیشتر به من میگن که اینا میگن که، یعنی اون کسایی که همچین ایده‌ای دارن میگن که ما میگن مول مصرف شده رو حساب میکنیم، یعنی اون مقدار موله رو حساب میکنم، یعنی اون موله میاد وارد میشه که شرکت بکنه و خاطر همین اونجوری بررسی میکنه. ولی باز من خودم با این ایده موافق ترم به خاطر اینکه داره میگه که 0.2 مول ما توی هر لیتر داریم، یعنی من تو هر لیتر مشخصه که چقدر وجود داره. درست. باز بچه حالا میگن همچین نظری دارن. آره کاملا نظر منطقیه که حالا من خودم با این در نظر میگیرم. حالا این کتابم هم دقیقا با همین خط فکری رفته، همین کتاب ازش تست و گزینش کردیم، دقیقا همونطور که میبینید فقط بوسه سی فقط الف موجوده. آره خودش هم میدونسته همه چی، آره پیش بینی شده تفاوتی وجود داره. دقیقا فکر نکنم خیلی بچه ها رو اذیت کنن سر این، اذیت نمیشن قطعا، فقط به نظر من باید اینو بدونن دیگه، یعنی اون اشتباه رایجه رو بهش توجه کنن که تو دامش نیفتن. حالا من اومدم این احتمالی که این نفعاتی که به این فکر بودن رو بررسی کردم، بازم دیدیم که غیر منطقی هر شاید. خب میریم سراغ تست بعدی. تست بعدی رو اگه درست فقط نگاه کنید، یک کسی که قشنگ ساده به نظر میاد ولی قشنگ همه غلط میزنن، ولی قشنگ همه غلط میزنن. این سوال از آزمون 11 سال 95-96 قلمچی گزینش شده، یه تست شاهکاره اصلا، یعنی همچین چیزی من ندیدم. حالا تست در نگاه اول خیلی تست ساده‌ای به نظر میاد، ظریف داده، نمیدونم ساده است دلتا آسانه، الان بچه اگه نفت کار نداره که حل کن دیگه چرا چیزی قشنگ. خب حالا شروع کنیم. چیزی که دیده میشه، باز من یک یادآوری کنم، مثلا قطع کنید خودتون حل بکنید میفهمید به چی برمیخورید بعدا ادامه بدید. آره دقیقا بفهمید دکتر. آره این پیشنهاد خوبی، حتی یادم اون سال این سالو نزدیک به 3% 2% 3% جواب دادم،
خیلی سوال شاهکاری بود. من آمار که از این سوال در آوردم به این شکل. خب رفقا ببینید، رابطه رو در مورد سرعت واکنش داده. ما میدونیم که سرعت واکنش بر اساس یک ماده که میام مینویسم، دلتای این اون ماده تقسیم بر دلتا تی، این میشه در واقع سرعت اون ماده. حالا علامت مثبت و منفی هم که کنارش میاد در واقع برای اینه که اینو تساوی با آر قرار بدیم، چون آر یک عدد مثبتیه. دلتا این توی ماده واکنش دهنده منفیه، پس منفی میذارم تا بشه مثبت. ولی تو فراورده دلتا اینه مثبته. حالا چیزی که من اینجا میبینم، بعضی علامت مثبت دارم، بعضی علامت منفی. اون چیزی که برام مشخصه اینه که علامت مثبت ها هر دو توی یک سمتن. آها، الان همه دارن اعتراض میکنن پشت صحنه، مطمئنم مگه همه اینا نمیشن علامت مثبت فراورده؟ نه نمیشن، توجه داشته باشید. مگه پشتش من تساوی آر نوشتم که شما آر نداریم مثبت چطور میگن فراورده است؟ فقط میتونید بگید همجهته، A و B همجهته، پس گزینه 4 هست، یه طرفن، درست همجهته، فقط اینو میدونید. حالا C و D هم همجهت. حالا از همینجا به جواب میرسیم، ما از همینجا اونم یک راه میام بود بعد از اینکه سوال کامل حل کردیم میام. ولی خب وقتی که من اینجا پشتش آر ننوشتم، نیازی نیست این مثبت و منفیه برای مثبت کردن یا منفی کردن اینه باید باشه. این یک تساویه، توی تساوی اینا میتونن منفی باشن مثبت باشن، لزومی بر مثبت بودنشون نداره. حالا من اینا رو یه همچین حالتی داشتیم، دلتا این بعد دلتا تی یک ماده، اگه بر ضریبش تقسیم بشه به من میده آر متوسط واکنش. حالا پس من میام می‌نویسم پشت این آر، پس بیام باید اینا رو عدداش رو ببرم رو مخرج، پس همشون رو بر دو تقسیم میکنم که این دویی که اینجا هستم از بین بره. اینجا میره دو، اینجا میره چهار، دوش هست میشه، اینجا میشه شش. پس ضرایبشون رو دارم، ضریب آ دوه، ضریب سی چهاره، ضریب بی هفته و ضریب دی شیشه. این چیزی که من میدونم. حالا شاید دوستان بگن خب گزینه یک و دو هم اگه در دو ضرب کنیم درسته. توجه داشته باشید، گفتم معادله موازنه شده، از که تو معادله موازنه شده ضریب کسری استفاده میشه این دومین بار باشه. به خاطر میگفتم از همون با حذف گزینه چهار همون به گزینه 3 میشه. یعنی بدون دانستن این که حالا این آره پشتش نیست، یعنی بدون دونستن دام سوال هم به جوابتون میتونستید برسید، ولی اکثرا گزینه 3 رو انتخاب نمی کنم به خاطر این علامت مثبت و منفی. خیلی ساده این تساویه رو در نظر بگیرید، پشتش آر نیست که هنوز. من همشون اومدم برای یک دو تقسیم کردم که همشون ضریبشون رو مخرج قرار بگیرید، تو صورت چیزی نداشته باشن که من بتونم بگم ضریبشون چند. حالا همشون خیلی ساده، دست خودم دیگه میام در یک منفی یک ضرب، کسی نمیتونه جلو دارم باشه چون یک تساویه، پشتش یک عددی یا یک عبارتی نیست که من بگم این داره محدودش میکنه. نمیتونم بگم آره که بگم بله این قطعا علامت مثبتش داره نشون میده فراوردش، نه یک تساویه قشنگ اومده در منفی یک طرح ضرب کرده که شما رو به دام بندازه. گزینه 3 میشه جواب این تست، گزینه دام داره سوالم، گزینه 2ه نقریب به 90 درصدتون گزینه 2 رو انتخاب کردید. اون همون حواسش به موازنه شده بود، کمتر امکان در دامو پیش میومد. من جای طراح بودم برعکس گزینه 3 رو میدادم، همه با خیال راحت گزینه 3 رو انتخاب. حالا یه ذره دلش سوخته طراح گفته حداقل 3 درصد درست بزنه. آره اصلا سوالی بود که میگم حالا از سال 90 پنج نوید شیش آزمای کانون بود، یه سوال شاهکار بود رسمه واقعا شبیهش فکر نکنم دیگه بیاد. خب بریم سراغ تست بعدی. گفته که در یک مخزن به حجم 40 لیتر فشار 5 اتمسفر مقدار گاز پروپن برای واکنش پلیمری شدن وجود داره، اگه واکنش پلیمری شدن تا زمانی ادامه پیدا کنه که فشار به نیم اتمسفر برسه مقدار پلی پروپن تولید شده چند گرم. رفقا این سوال من اینجوری میام استنباط میکنم، من تو مخزنم گاز دارم پلی پروپنه، واکنش پلیمری شدن انجام میشه. حالا واکنش هم اگه بخوام بنویسم 3H6 گاز انتا تبدیل میشه به
سیسه هاشیش هند. حالت های اینا مهمه، این جامد این گازه. چیزی که مشخصه گاز تبدیل میشه به جامد. چیه گاز تغییر میکنه اینجا؟ واسه من این سواله. اون فاکتوری از گاز که توی اینجا داره به نظر من تغییر میکنه مول گازه، چون توی این فرآیند داره مولش تغییر میکنه، تبدیل میشه به جامد، تهنشین میشه، دیگه گاز نیست. من دارم ویژگی گاز بررسی میکنم. فشاری هم که اینجا تغییر میکنه به خاطر تغییر مول گاز. یعنی من اینو در نظر میگیرم. ببینید اینجوری بگیم، در واقع توی این سوال چی داره تغییر میکنه از گاز؟ حجم تغییر نمیکنه، قطعا حجم تغییر نخواهد کرد. این یک محفظه است، یک مخزنه. مخزن حجمش مگه تغییر میکنه؟ وقتی حجمش تغییر نمیکنه، گازم به شکل همین ظرف در میاد، چه یک مول باشه گاز چه نیم مول باشه، بازم حجم ظرف رو میگیره. پیستون ندارم که، یک مخزن دربسته است، تغییر حجم نخواهیم داشت. پس چیزی که مشخصه فشاری که تغییر میکنه به علت تغییر در مول گازه، نه حجم. حجم ثابت، دما هم ثابت. دقیقه گفته سوال، این درک این قسمت سوال کمک کننده است. پس به این توجه باید داشته باشیم. فشار گاز چجوری تغییر میکنه؟ رفقا اینجوری خوندیم دیگه، فشار گاز ناشی از مولکول‌های گازه، برخورد مولکول‌های گاز با بدنه. درسته فقط پیستون نیست که فشار وارد میکنه، خود گاز هم یک فشاری داره. تو بعضی از حالتهای گازی، حالا این زیاد بحث نشده، ظرفتون پیستونه، این گازه فشار وارد میکنه بر پیستون، پیستون هم از بالا فشار وارد میکنه بر گاز. ولی توی این سوال دیگه ظرف بسته است، گاز فشار وارد میکنه به بدنه، به پیستون نه، به بدنه، و اینه که فشار گاز نامیده میشه. پس باید اینجا توجه داشته باشیم به این نکته. حالا وقتی که این سوال این قسمتش رو درک کردیم، حالا میتونیم خیلی راحت حساب کنیم. مگر اینا گفتیم تغییر مول، در واقع تغییر فشار به خاطر تغییر مول. پس من بیام مول اولیا رو به دست بیارم، از چه جوری به دست بیارم؟ حجم رو دارم، فشار دارم، حجم مولی ندارم، چجوری میتونم مول رو پیدا کنم؟ آها، دما رو بهم داده، من مول رو ندارم. همیشه اینو قبل جلسه اول بهتون گفتیم، هر وقت یک طرف رابطه کامل گازها رو بهتون بدن، یک طرف رو ندن، شما از شرط STP باید استفاده کنید. حالا پس منم اینجا میام همچین کاری میکنم، میگم P1 V1 N1 بر T1 مساوی P2 V2 N2 بر T2. حالا یک طرف رو همین شرایط مخزن مینویسم، یک طرف رو شرایط STP. حالا بیایم جاگذاری کنیم. فشار مخزن اولیه 5 اتمسفر، حجم 40 لیتر، مولش نمیدونم، دماش 273 به اضافه 91 مساوی شرایط STP، مول 1، دمای 273 درجه کلوین، فشار 1 اتمسفر و حجم 22.4. از این تصاویر من اینو به دست میارم. به نظر من یک اشتباه رایجی که توی این سوال انجام میشه بین دانش آموز اینه که بیان تغییر حجم رو به دست بیان، تغییرات حجم به دست بیان. اینجا حجم تغییر نمیکنه، تغییر مول. حالا این نکته ای که به نظر من باید اینجا خیلی بهش توجه بشه، این میره رو 200. حالا نکته ای هم که وجود داره، 91 اگه در 3 ضرب بشه میشه 273. پس اینو میتونم بگم، اینو اگه x بگیرم این میشه 1/3 x. خب با هم جمع میشه 4/3 x، اینم که همون xه، x با هم میره کی مونه؟ 4/3. این 3 هم بره بالا، 600 بر 4 n1 مساوی 22.4. حالا بیایم اینم بزنیم 150، این 22.4 بره جای n1. چون یه ذره عدد دقیق میخواد، اینو باید محاسباتش رو انجام بدیم. حالا اینو بزنیم محاسباتش ببینیم چند میشه، چون حالا اینجا نمیشه تقریبا زد، چون خواسته نهایی سوالم نیست، یه ذره هم عدد دقیق میخواد، بجنه هم شدیده نزدیک بم. حالا 150 بر 22.4 اگه ضرب کنیم، یک عددی در حدود 6.7 میاد. پس مول اولیه من 6.7 موله، 6.7 مول گاز دارم.
حالا نگفتیم مگه تغییر فشار به خاطر تغییر مول؟ الان بیایم مول ثانویه رو حساب کنیم. پی یک بر ان یک مساوی پی دو بر ان دو. اینا از کجا آوردم؟ رفقا گفتیم دیگه فرمول حفظ نمی کنیم. شرایط نگاه میکنیم، فرمول تولید میکنیم. فرمول از کجا تولید کردم؟ ببینید فرمول اولیم. گفتیم فقط اینو حفظ میکنیم. بقیه فرمولا رو از این در میارم من. دمام که ثابته. حجمم که گفتیم ثابته. پی یک بر این یک مساوی پی دو بر این. حالا فشار اولیم 5 اتمسفر، مول اولیم 6 و 7. مول نهاییم ایکس پی دو نیمه. این تقسیم برای 10 شده. این تقسیم برای 10 میشه. 67 صدم مول. 67 صدم مول من گازم میمونه. آها. چقدرش پس مصرف شده؟ چرا دارم دنبال مقدار مصرف شده گاز میگردم رفقا؟ چون اون مقدار مصرف شده است که به فراورده تبدیل شده. اون مقدار باقی مانده که دیگه حالت گازه. مگر من از من مقدار پلی پروپن رو نمیخواد. مقدار پلی پروپن با مقدار مصرف شده پروپن برابر گاز پروپن. قانون پایستگی جرم دارم دیگه. چه مقدار پروپن تبدیل شده به پلی پروپن؟ همون مقدار چه جرم پلی پروپن. حالا پس 6 و 7 مول من گاز داشتم، الان 67 صدم مول دارم. حالا با یه تقریب خوبی میتونم بگم 6 مول گاز تبدیل شده به فراورد. حالا 6 مول گاز، 1 مول گاز چند گرم جرم داره؟ پروپن 36، 36 به اضافه 6 42. 6 در در 42 252 جواب میشه گزینه 3. یه تست بسیار دشوار و واقعا خلاقانه بود که حالا از آزمون گاج فکر کنم، آره از آزمون گاج برخی گزینه شده بود. سوال خیلی سوال خوبی بود. آخه میدونین چه دکتر، خیلی از بچه ها این که این پی یک بی یک بروی ان یک تی یک و با پی یک بی یک بروی ان یک تی یک شرایط سی پی یکی بذارن، نمیدونم چرا تو بچه ها اینجا نمیفته که ما میتونیم با شرایط اس تی هم بذاریم. یعنی 70 80 درصد بچه ها موقعی که میخوان با شرایط اس تی بذارن، نمیدونم شما دقت کردین یا نه، اینو رعایت نمیکنن. یعنی بچه اصلا هیچ مشکلی نیست ما بخوایم با شرایط اس تی هم اکزام بذاریم. اصلا بعضی جا مثلا اینجا مجبوری که با اس تی یکی بذاری، وگرنه میخوای با کی مقایسهش کنی، از کجا بیاری اینو؟ یعنی خیلی تو ذهنتون داشته باشین. آره. مشکل خیلی مشکل از بچه هاست. آره دقیقاً، اکثرا هم از این استفاده میکنن. دقیقاً. بعد حالا این سوال خودش ایده جدید داشت. اینم که بچه‌ها استفاده نمی‌کنن و داده دیگه چی؟ آره. میمونه جزء سوالای حل نشه. خلاقانه بود که من خودم از سوال تپ پلی در واقع پلیمریزاسیون همچین سوالی ندیده بودم تا حالا، جدید بود. خب حالا میریم سراغ تست بعدی. گفته که اگه رابطه میان واکنش دنده‌آور و فراورده یک واکنش گازی برقرار باشد، کدام عبارت در مورد آن نادرست است؟ خب رابطه رو می‌بینید. این دفعه فرقش با اون سوال چیه؟ این دفعه دیگه پشتش آر آورده. پس علامت مثبت و منفی قطعاً نشون دهنده اینه که کدوم فراورده است، کدوم واکنش دنده. فقط اینو دقت کنیم که این دو تا آره. پس من باید همش رو بر دو تقسیم کنم که دیگه اینو از بین ببره. ما همش رو بر دو تقسیم کنیم. این 4 میشه این بالا، این 2 میاد پایین. یعنی که 4ش اینجاست. حالا بر دو تقسیم کنیم شاید آنچنان جواب نگیریم ها، ولی خب الان میگم چرا. چون اون وقت ضریب کس چطور میگن، ضریب صحیح به من نمیده. همش رو بر دو تقسیم میکنم. این میشه 2، این میشه 6، این میشه 4، این هم میشه 2. حالا من واکنش رو بیام بنویسم. منفی ها واکنش دهندن آ به اضافه سی میدهد بی به اضافه دی. الان بیام ضریباشو بذارم. آ ضریبش 1/2 همونطور که مشخصه. دو نیستا. همیشه یادتون باشه من میگم دلتا ام بر دلتا تی تقسیم بر ضریب. دلتا ام بر دلتا تیش تقسیم بر ضریبش شده دلتا ام بر دلتا تی ضرب داره 2. پس این ضریبه 1/2 بوده دیگه. اینه از اینجا به دست آورد. حالا سی میشه چند؟ 4. بی میشه چند؟ 6. و دی میشه چند؟ اونم 1/2. همش رو در 2 ضرب میکنم. آ به اضافه 8 تا سی میدهد 12 بی به اضافه دی. این واکنش منه. گزینه 3
گزینه درستی. حالا بریم سراغ بررسی بقیه گزینه‌ها. گزینه 1، اگه سرعت متوسط تولید ماده B برابر نیم مولار بر ثانیه باشه، مجموع آوسی هم گفته بر حسب همون کمیت، چون تغییرش نداده پس کارم راحت. من رابطه بین سرعت ماده ها رو میدونم. من میدونم که R یک ماده بر R یک ماده دیگه، مثلا D، برابر ضریب A بر ضریب C، یعنی با نسبت ضریباشون برابره. اون نکته ای که ما باید بهش توجه کنیم اینجا. حالا اگه سرعت B سرعت اگه سرعت A رو من X بگیرم، سرعت C میشه چند X؟ 8. سرعت B میشه چند X؟ 12 X. 12 X شده نیم. X میشه 1/24. حالا مجموع سرعت A و C هم میشه X به اضافه 8 X. میشه 9 X. 9 ضرب داره 1/24. 1 حالا با یه 3 بزنیم اینجا 8، 3 هشتم. 375 صدم. پس در واقع اینم درسته. خیلی ساده. من چرا A رو X گذاشتم، C رو 8 X و B رو 12 X؟ گفتم دیگه چون نسبت سرعتشون با نسبت ضریبشون برابره. اگه A X باشه، C قطعاً 8 X چون ضریبش 8 برابره. حالا گزینه 2 رو بررسی میکنیم. نسبت مقدار تغییر مول A، دلتا N A به مقدار تغییر مول B در بازه‌های زمانی یکسان، یعنی دلتا تیتون یکسان باشه. تغییرات مول در بازه زمانی یکسان، در واقع سرعت رو میگه دیگه، با همون نسبت سرعتشون برابر. حالا اون چیزی که دیده میشه ضریب یکسانی دارن، پس در واقع یک مول A مصرف بشه، یک مول هم D تولید میشه. پس نشون میده که اینا تغییراتشون در بازهای زمانی یکسان مساویه، به همین سادگی، چون ضریبشون یکسانه. خلاصه بگیم اگه گزینه 4 با گذشت زمان زمان معین مقدار C بر حسب مول بیشترین افزایش را خواهد داشت. اصلا سوالو ببینید رفقا، حالا ما این سه تا گزینه بررسی کردیم، نسبتا هم از همون وقت گرفت، ولی خب با دیدن گزینه 4 بدون اینکه اصلا واکنش رو نوشته باشید میتونید به جواب برسید. اصلا ماده C یک ماده واکنش دهنده است، چطوری مولش افزایش پیدا میکنه؟ به همین یک غلط خیلی واضحه توی این سوال که شما اگه فقط اینو در نظر میگرفتید سریعا گزینه 4 رو میذارید و رد میشدید، چون خیلی غلط واضحیه. اصلا نیاز نداشتید یک دوسر بحث کنید. به خاطر همینه که پیشنهاد میشه توی سوالاتی که حالا همچین حالتی دارن، مورد درست نادرست میخواد، اول ساده ترین و روتین ترین روتین ها رو بررسی کنید. شاید همونا غلط یا درست باشن و سریعا به جواب برسید و پاس کنید سوالو. نیاز نیست همیشه همه سوالات رو بررسی کنیم. حالا اینجا کلاسه، کلاس حل تستی پیشرفته است، نیاز حالا ما میایم همه‌شو بررسی میکنیم. خب واقعا نیاز نیستش بعضا. این شرط بهش گرد و رفت دقیقا. از جا حالا همینو میگم. میگه مثلا این کنکور یه جای دیگه آیکیو رو، یعنی آیکیو و ایکیو رو داره میسنجه. اصلا میدونه که بچه چقدر باهوش عمل میکنه. اصلا 99 بود دیگه مسئله ها مخیل دو قسمتی شد. ولی یه قسمت بچه همیشه یه قسمت منحصره به فرد بود. یعنی تو لازم بود دو قسمت رو حل کنی. تو یه قسمت رو حل میکردی دیگه به جواب میرسیدی. و به نظرم داره دیگه از اینجا بعد ایکیو رو میسنجه، میگه این بچه فردا قرار کار کنه، یعنی بتونه از آسون ترین راه بره جلو و به نتیجه برسه. اینجا هم ما همین رو داریم. درست. خب حالا یه مثالی هم میگفتن، حالا دانش آموزایی که حالا نسبتا قوی باشن همه این گزینه‌ها رو بررسی می‌کنن قشنگ. حالا از یکی از مدیران موفق دنیا پرسیدم که بهترین مکان‌های شرکتت رو به چه کسانی میدی؟ میگه به تنبل‌ترینا. میگه چرا؟ چون اونا همیشه ساده‌ترین راه رو براش پیدا می‌کنن. دقیقاً هم اینجا همچین حالتیه. واقعا خیلی تاثیر داره. یه ذره می‌خوام فرار کنن ازش، سری میرن گزینه 4 رو بررسی می‌کنن، می‌بینن خیلی روسینه سی منفیه، این که داره میگه افسش رو سعی می‌زنن. خب من خیلی وقت واسه با خیلی از بچه‌ها کلاس دارم که بچه‌ای که حوصله حل کردن نداره، خیلی موقع من خیلی راهای کوتاه‌تر از اون یاد می‌گیرم، چون حوصله نداره حل کنه. میگه چرا از این نریم یه دقیقه جواب بدیم؟ خیلی آره دقیقاً اونم هست. خب دوستان من اینجا در خدمتتون بودم، حالا بعدش در خدمت خانم دکتر خواهیم بود. خب
شما باید من اجازه بدین که من سفره رو سنم شیر کنم. بله. الان اوکی شد. الان شیر شد براتون. بله بله. خب من به سوالی که باید حل کنیم برسم. کوچیک کنم شروع. خب بچه من بازی یاداوری کنم. قطعا قبل از اینکه من توضیح بدم تو پاس کردی، حل کردی، بعدم بگم اینجا رو دیگه، چون میخوام گرسنه بشه که وقتی بهت میگم کامل اون مطلب استیک بشه توی ذهن تو. بریم با یاد خود شروع کنیم که کلی نکات خفن یاد بگیری انشاءالله. ببین سوال به من گفته کدام عبارت داده شده درباره اول از همه که بدون دردم به یک آلکان صحبت میکنه، یعنی هیدروکربن. اصلا یه چیز خیلی ایراد داریم، بدونید هیدروکربن چیه، ترکیب آلی چیه. هیدروکربن مادیه که فقط توش هیدروژن و کربن داره، ولی وقتی من میگم ترکیب آلی یعنی علاوه بر کربن و هیدروژن عناصر دیگه هم ممکنه توش دیده بشه. خیلی تعریف ساده ای ها، ولی گاهن بچه‌ای که پشت کنکور مثلا فنوز نمیدونه هیدروکربن کیه، آلی کیه. و اینجا داره در مورد آلکان صحبت میکنه. آلکان من هیدروکربنی که همش بینش پیوندهای یگانه وجود داره. گفته با ویژگی‌های زیر نادرست دنبال اون غلطه می‌گرد. گفته توی این هیدروکربن من دو تا اتم کربن دارم که هر کدوم پس دو تاست که هر کدوم به چهار اتم کربن دیگه متصله. بعد میگه زنجیره اصلی هفت تا کربن داره. من تو هر جا میخونم خب اون اول سر نمیتونم کاری بکنم، مثلا نگاش میدارم. بعد من گفتم زنجیره اصلی هفت تا کربن داره، من یه زنجیره اصلی بکشم با هفت کربن، چهار پنج شیش و هفت تا کربن. و میگه شماره گذاریش از هر دو طرف یکسانه، یعنی از این ور شماره بدم بهش از این ور شماره بهش بدم فرق نمیکنه، یکسانه. این یکسان بودنه به چی رفت داره؟ به شاخ فرعی هایی که قراره بذارم روی این مرتبطی که فعلا نگهش دارم تا ببینم که چه شاخ فرعی هایی من باید بذارم روی این. گفته این هیدروکربن یک شاخ فرعی اتیل داره. تو میدونی اتیل رو نمیتونی رو اولی بذاری، رو آخری بذاری، رو دومی بذاری و روی یه دونه مونده به آخر بذاری. یعنی من اگر با یه رنگ دیگه مشخص کنم برای تو، ببین رو اولی نمیتونی بذاری، روی نمیتونی بذاری، رو آخری و یه دونه مونده به آخری هم قطعا نمیتونی بذاری. و گفته کربن شماره 3 فاقد شاخه فرعیه، یعنی سه. من با یه رنگ دیگه مشخص بذارم، اینو با یه رنگ بذارم که تو بفهمی چیکار دارم می‌کنم. کربن سه نداره، یعنی سه که کلن نه اتیل داره نه متیل داره، هیچی نداره. اصلا یه دونه این کربن من باقی مون دیگه، یعنی اتیل من رو اینه. این از اتیل. بریم از اول چی گفته. گفته توی این هیدروکربن دو اتم کربن وجود داره که هر کدوم به چهار اتم کربن دیگه متصلن. اینو که جواب دادیم که هفت کربونه داره، اینو بهش جواب دادیم، اینم جواب دادیم. الان مونده این دو قسمت، یکی اینکه داره میگه دو تا کربن داره که تو چهار تا دیگه وصله، یکی داره میگه از هر دو میام بهش اتیل که خودش داده، یعنی قطعا شاخه فرعی که من میخوام بهش بدم اتیل نیست، میخوام متیل بهش بدم، ولی متیل رو به کی بدم؟ من و تو میدونیم متیل رو نمیتونیم به اولی بدیم، متیل رو نمیتونیم به آخری بدیم. خب بعد مورد بعدی گفته سوم کلا هیچی نداره، اینم هیچی. پس متیلا رو من میتونم به دومیه یا چهارمیه بدم، یعنی به این. بعد از اونجایی که گفته من دو تا کربن دارم که به چهار تا وصله، من دستم بازه دیگه، با این متیل میام به این دوباره متیل میدم، ناکن به این دوباره متیل میدم که این دو تا کربن من اینجا بمونن که دستشون به چهار تا کربن دیگه وصله. ببینی الان اوکی شد تا اینجا. این از این. بذار من اضافیجات رو پاک کنم، یعنی اینا رو پاک کنم که بتونیم به سوالمون جواب بدیم. خیلی سعی کردم باعث برم که متوجه بشه چی کار دارم میکنم، چون خیلی مهمه که تو بفهم. یه بله. دامی که به نظر من، حالا من خودم به عنوان یه دانش آموز سعی کردم به این سوال نگاه کنم، به این دام برخورد کردم. شاید دانش آموز این سوال براش پیش بیاد،
مگه نگفتین دو تا کربن به دو تا به چهار تا کربن متصل باشن؟ پس چرا من نیومدم متیل رو بدم به کربن وسطی؟ خب اگه کربن رو من بدم به کربن وسطی، این یکیش میشه که به چهار تا وسطه. خب من باید دو یکی دیگه هم داشته باشم، اون وقت فقط رو کربن شما دو آزادم میتونم متیل بدم. اون وقتی که من نمیتونم از دو طرف به صورت یکسان اینو عدد گذاری کنم، شما رو گذاری کنید. دقیقاً به اونجا به مشکل میخوره. پس حالت درستش همین. حالا الان به من چی گفته؟ آه گفته نامگذاری کنید. خب نامگذاری که مشخصه این زنجیر اصلی. چرا رفتش کلا؟ یه کنترل زد بزنید برمیگرد. یه نام بزنید. اوکی. اومد. خب این زنجیر اصلیم فرعی هام رو هم مشخص میکنم. اینم اتیلم. نامگذاری فرق نمی کنه تو از کدوم طرف نامگذاری کنی دیگه. الان اول اتیل رو میاریم، گفته 4 اتیل 2 2 6 6 تترامتیل هپتان. پس گزینه یک هم کاملا درسته. دو داره میگه ساختار اون داره یه سه تا گروه سی هاش دوه. بریم با هم ببینیم سی هاش دو کدوماش هستش. بذار من اول سی هاش دو رو واسه مشخص کنم، خب بعدم بیام مشخص کنم که راحت تر باشه. سی هاش میشه اونایی که سر زنجیرن دیگه. مثلا این سه تا کربن میگیره، این دو تا، سه تا، چهار تا، 5 تا 6 تا 7. این درسته. حالا الان یکم راحت تر میتونم سی هاش دو رو پیدا کنم. اینی که دست این یعنی شیشه که دستش به 4 تا اصلا هیدروژنی نداره، این دوتا هیدروژن میخواد، 4 یه دونه هیدروژن میخواد، 3 هم دوتا هیدروژن میخواد و من این کربن اینجا هم دارم که اینم دوتا هیدروژن میخواد. پس دومونم کاملا درسته. بریم سراغ 4. 4 که در این خب مشخصه 4 غلطه دیگه، ولی کلا وقتی میخوای تعداد پیوندهای کوبالانچی رو مشخص بکنی توی آلکان از فرمول 3n به اضافه 1 استفاده کن. بعد حواستون باشه بچه‌ها، من چیزی بهتون همینجا بگم چون خیلی بچه‌ها غلطی میکنن. ببین وقتی میاد در مورد پیوند صحبت میکنه سه تا حالت داره. خب یا منظورش پیوندهای کربن کربنه، یا منظورش پیوندهای کربن هیدروژن، یا منظورش کل پیوندهاته که کل پیوندها الان میشه کربن کربن به اضافه یک کربن هیدروژن. یعنی همه رو داره اینجا بررسی میکنه. این وقتی میگه پیوند کوبالانسی وجود داره منظورش این کل پیوند است، یعنی اینو میخواد. توی آلکان ها تعداد ببین آلکان فرمول موجودش CnH2n به اضافه 2 دیگه. سیسیامون چند تا کپیدن کربن کربن دارن فکر کنم من وسط بایستدم دو نفر کنار هم دیگه، ما دست هم بگیریم ما سه نفریم، ولی دست هم بگیریم شو دوتا. تو آلکان هم همین اتفاق میفته. این الان چند تا داره اینه به اینهای یکی داریم، کربن هیدروژن همون دقیقا اندازه هیدروژناش هستش، یعنی دو اینه رضاقه دوتا هست که جمع کل اینها رو بخوایم بگیم فقط میشه میشه سه اینه بلخشید این دوه سه اینه به اضافه یک. یعنی کل پیوند همون از این دست بده. اما چند تا کربن داریم؟ 7 تا اینجاست، 8 تا، 9 تا، 10، 11 تا، 12 تا، 13 تا ما اینجا کربن داریم که به این 38 مون نمیرسیم. پس گزینه 4 مون کلا غلطه. این از این. بریم بعدی دکتر. خیلی عالی، متشکرم. بریم سراغ بعدی. حالا یه تست ترکیبی از نامگذاری آلکان ها بود که بازم از آزمون 97-98 قلمچی گزینه شده بود. حالا میخوام فقط گستره این گزینش تستا رو فقط دقت داشته باشن که از چه جاهایی از چه سوالهایی اصلا خیلی سوال خوب گفته بود. یعنی اگه بچه‌ها شما نمیتونستین به این ساختار اصلی برسین اصلا نمیتونستین 4 تا گزینه رو بررسی بکنین. یعنی خیلی اون دو خط اول سوال واسه ما مهم بود. ببینیم سوالش چیه، خیلی برام اهمیت داشت این موضوع. بریم سراغ این سوال که خیلی خوب با هم بررسیش بکنیم. ببین بچه‌ها سوال گفته شکل مقابل لحظه آغاز واکنش اینو نشون میده. من کلا یه اعتقادی دارم یه مدل نوشتن هست که باید یاد بگیری. خب حالا هر چند تا راه دیگه هم تو باید یاد بگیری. واجبه واسه تو سرعت و تو تعادلی که تو فضای که 12 ما میخونی اینو بلد باشی. پس اما یه بار دیگه اینو بهت میگم که تو کاملی تو ذهنت باشه. ببینید بچه‌ها ما یه حالت اولیه مشخص می‌کنی واسش، یه حالت ثانویه. خب تو حالت اولی که تو میدونی هیچ برآورده‌ای تو ظرف نیست، یعنی وقتی این داره میگه شکل مقابل لحظه آغاز رو من نشون میده داره همه اینها N2-5 رو نشون میده به من. بهش ببینیم چند تاست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تاست. پس به این صورت میشه با گذر زمان به نسبت ضریب از واکنش دهنده ها کم میشه، یعنی واکنش دهنده میشه 18 منهای 2 x و فراورده ها به نسبت ضریب اضافه میشه، یعنی این میشه 4 x و این هم میشه x. این تا اینجا اطلاعاتی که میتونم به دست بیارم. فقط حواست باشه من
بر حسب مول اینا رو نوشتم ما، بر حسب مول اینا رو نوشتیم، یعنی بر حسب مول هم ننوشتیم، بر حسب تعداد دایره ها ننوشتیم، چون میخواستم مولش رو حساب بکنم بفرد 500 هم برمی کردم، بر حسب دایره ها ننوشتیم، یعنی حواست باشه که بعدا میپرسه قاطی نکنی چی به چیه. میخواستم میتونستم بر حسب مولم بنویسم، فقط یکم محاسبات هم درگیر میکردم، فعلا نیاز بیشترش کنم. میگه بعد از 3 دقیقه از آغاز واکنش فشار گاز درون ضرب 1.5 برابر فشار اولیه میشه. فشار اولیه حاصل چیه؟ فشار اولیه همش حاصل این N2O5 توی ظرفه. یعنی وقتی میگه فشار گاز، یعنی میگه P2 من میشه، یعنی 3/2 برابر P1، یعنی چی؟ یعنی P2 من میشه 3/2. حالا من ببین با اون 18 تا حساب میکنم بشه 27 تا. یعنی فشار ثانوی هم چی میشه؟ فشار ثانوی هم قبول داریم چه کل این؟ یعنی کل این من، یعنی 18 من های 2x به اضافه 4x به اضافه x من قراره بشه 27 تا، یعنی بشه 3/2 فشار اولی هم. این الان میشه 18 به اضافه 3x مساوی 27، 3x من میشه 9، یعنی x میشه 3. من اینجا با سر جای گذاری کنم، یعنی این بشه 3، این میشه 12 و این میشه 18 منهای 6 که بشه 12. الان سوال داره از من میپرسه، هر کدوم من میگه 500 مول باشه، سرعت تجزیه N2O5 رو داره از من میپرسه، سرعت N2O5 چی میشه؟ میشه دلتا انش، البته چون داره بر حسب مولار میپرسه دلتا غلظتش به دلتا تی. الان من میخوام حساب بکنم، ببین میشه 18 من های 12، یعنی اولی هم من های سانده میفهم که بشه 6 تا، 6 تا این دایره ها، هر کدوم از این دایره ها هم داره میگه 500 مول، من 100 مولشو میارم پایین که محاسباتم آسون تر بشه، حجم ظرفم 2 تا اینجا من تونستم مولاری تشو به دست بیارم، من میگه 2 دقیقه، هر دقیقه هم که 60 ثانیه است، ما الان راحت میتونیم به جوابمون برسیم که چند میشه. این با این بره اینجا 10 تا، بعد من الان 5 6 هامو دارم اینجا، پس اینم با این بزنم بره که بشه 2 تا، یعنی دارم 1 بر روی 1200، یعنی به گزینه اول میرسم. چون این سوال خیلی مهمه تو بتونی این مدلی بنویسی، این مدلی نوشتن چه تو سرعت چه تو تعادل خیلی در چالش کمک میکنه. کاملا درست. خب حالا من خودم اینجوری هم در نظر گرفتم، گفتم که خب حالا وقتی که فشاره 1.5 برابر شده، یعنی مول گاز هم 1.5 برابر شده، چون اینجا تغییر فشار بر اساس تغییر مول، همون رابطه پی 1 وی 1 مساوی 1 پی، حالا رفقا بیاین ساده کنن دقیقاً ببینن چه خبر هست. حالا من گفتم که اینجا تغییرات مول گاز چقدره؟ نیم برابر تعداد اولیه، یعنی 9 ضرب داره، حالا هر گلولم که 500 که میشه 45 مول، یعنی من 45 مول افزایش مول گازی داشتم. خب با توجه به آنالیز واکنش، 3 مول افزایش مول گازی زمانی رخ میده که 2 مول N2O5 مصرف بشه، که از اونجا هم مول N2O5 به صورت مستقیم به دست میاد، تقسیم بر حجم بر بعدش هم بر تی سریع نالیز. اینم یه روشی که میتونه جواب بده. دقیقاً اینم خیلی خب خیلی جلو میافتیم و خیلی راهتون کوتاه میشه دیگه، سریع به جواب میرسید. بریم سراغ یکی از سوالای کنکورمون بود. کنکور داشتیم اینا، ببین که سوال چی داره میگه. داره میگه چند ترکیب زیر میتونه به طور مستقیم، یعنی بدون تغییر گروه های عاملیش تو تهیه پلیمری از به پلی آمید. خب بچه میاد اینجوری میکنم که پلی آمید چجوری به دست میاد؟ یه دونه دی اسید اگه در کنار یه دی آمین قرار بگیره به من حالا پلی آمید میده و آبم میده. یعنی قبول داری من دی اسید رو بخوام حساب بکنم چجوری دی اسید رو بگیرم؟ بذار من واسه دیگه مشخص کنم یا نه؟ منظورم چه توی این سوال؟ منظورم اینه که ببین من واسه اینکه دی اسید داشته باشم، من دو تا گروه کوه میخوام و این NH2 رو میخوام. یعنی من اگه بتونم یک رو پیدا بکنم که دچار این حالت ها باشه، میتونم برای به دست آوردن پلیامید استفاده بشه. الان میام گزینه رو بررسی میکنم. اینجا رو نگاه بکن، این دو تا آمین داره، پس یه دی آمین هستش که این دی آمین هم اینجا کاربرد داره، پس این داریم. مورد بعدی یه مورد هستش پس نمیتونیم. مورد آخر نگاه بکن، یه دونه فقط کو داره، ما به یک دی اسید نیاز داریم، پس چهار هم نمیتونه باشه. در مورد گزینه یعنی سومین مورد که خب خیلی از بچه هم به خاطر این تو دام افتادن نتونستن حل بکنن، گفتن آقا ما یه دونه اینجا آمین داریم یه دونه اسید داریم، این چرا باید درست باشه؟
این درست میتونه باشه. چرا چا؟ چون فکر کن ببین ما برامون مهم اینه که یه دونه اسید تا یک آمین بیفته و این اتفاق بین هر دو مونومر پشت سر هم اتفاق بیفته. تو الان اینو بیای کنار خودش بذاری، یعنی من یه دونه دیگه از این کنار خودش بکشم، اگه همین اتفاق نمیفته، بذار من کلیپ کنم بهت بگم منظورم چیه. من یه دونه عین همین کنارش قرار میدم. ببین الان اون چیزی که میخواستم اتفاق بیفته افتاد. من هدفم اینه که اینا رو وقتی پشت سر هم می‌نویسم یه آمین کنار یه اسید قرار بگیره. به خاطر همین من از این مونومر هم میتونم به عنوان مونومر به کار رفته تو تهیه پلیامید استفاده بکنم. یعنی دو مورد. خیلی از بچه‌ها اون سال تو کنکور فقط یک مورد رو در نظر گرفتن و حواسشون به مورد دوممون نبودش. کاملا درسته. شاید دوستان ندونه ولی اسم این ساختاره رو توی زیست 12 فصل 1 خوندم، در واقع آمین و اسید. آمین به اضافه اسید، ترکیباتی که آمین و اسید رو با هم دارن، یعنی اینا با خودشون هم میتونن پلیمرهایی تشکیل بدن که در نهایت میشه پلی پپتید یا پروتئین. مرسی. یه چیزی زیستتون مرور میشه. بله سوال بالایی. این شاید دوستان شاید همچین چیزی قبلا ندیدن، این حلقه بنزنی، این حلقه داخلش دایره میکشن، این همون حلقه بنزنی منظورشون. اینو فکر کنم قدیما اینجوری نشون میدادن. آره تو نظام قدیم اینجوری میکنن، اما منظورشون اینه که رزونانس دارن اون پیوندگانه هاشون بچه میتونن حرکت بکنن، منظورشون این هستش. درست. بریم سراغ این سوالمون که یکی از خود این سوالات کنکور همین 1400 اصلا یه قرص جوشانه تو خود را بیازمایی دیمون بود فکر کنن، درسته؟ آره دیگه تو خود را بیازمایی دیمون. ببین دقیقا تو جدول زیر به آزمایش انحلال قرص جوشان در آب و در دمای داده شده مربوط هست. یه چند مورد از مطالب زیر درسته؟ ببین اومده تو هر از این مقدار قرص جوشان رو بهتون نشون داده و دمای آب که دمای آب من اینجا چقدر هستش. خب تو میدونی سرعت من هرچی مقدار من بیشتر باشه سرعتم بیشتره و هرچی دمای من بالاتر باشه سرعت من بیشتر خواهد بود. دیگه ببینیم گزینه هامون چی بوده. گفته سرعت واکنش تو آزمایش 3 از آزمایش 1 بیشتره. آزمایش 1 داره 1 قرص جوشان نشون میده دمای 0 درجه و آزمایش 3 داره 1 قرص رو در دمای 25 نشون میده. تفاوت 1 و 3 تو چه تو دماشون هم تو میدونیم هرچی دما بره بالاتر سرعت هم افزایش پیدا میکنه. پس مورد اول هم درسته. مورد دوم به من میگه سرعت واکنش در آزمایش 2 نصف سرعت واکنش در آزمایش 1. چه فرقی با هم داره؟ دمای جفتشون که 0 درجه سانتیگراده، اولی یه دونه قرص کامله این مدلیه، دومی نصفشه. خب وقتی دارم من جرمو نصف میکنم به مراتب سرعت هم نصف میشه، پس گزینه دوم هم درسته. سه داریم که آزمایش 4 در قیاس با آزمایش واسطه آزمایش دیگه بیشترین سرعت رو داره. ببین تو یک و دو که داریم که یه قرص 0 درجه، نصف قرص 0 درجه. تو 3 و 4 داریم که یه قرص 25 درجه، 4 داریم که نصف قرص 5 درجه. خب الان داریم که 4 بیشترین سرعت رو داره، ما باید بگیم یعنی بیشترین سرعت رو داره که هم مقدار بیشتری داره هم دمای بیشتری داره. الان چی اتفاق واسش میفته؟ 3 دیگه هم یه قرص هم دمای بیشتری داره. تو گزینه 4 نصف قرص است که سرعت ما رو بیشترین نمیکنه، پس 3 مون هم غلطه. 4 داریم که با کامل شدن واکنش ها حجم گاز جمع آوری شده در آزمایش 2 نسبت به سه آزمایش دیگه کمتره. ببینید بچه ها حجم گاز جمع آوری شده توی آزمایش 2 موندم که نسبت به سطحی کمتره. حجم گازمون که تولید میشه اصلا بستگی داره به میزان اولیه‌ای که ما داریم مصرف میکنیم. الان تو 1 و 3 ما داریم یه دونه قرص مصرف میکنیم، ولی تو 2 و 4 تو جفتش داریم نصف قرص رو مصرف میکنیم. یعنی حجم گاز تولید شده توی 2 و 4 با هم بره صرفاً واکنش 4 چون نماش بیشتر سریع‌تر انجام میشه، سریع‌تر اون مقدار گازو به هم میده و سرعت بیشتری داره. ولی اینکه گفته کمتر قایش 4 حجم گاز تولید شده برابره و تو سال کمتر تولید میشه گاز ما. یه اصلا کلن داستانی داشت زمانی که حالا دبیرها برای این کنکور کلید دادن. به هر کی چیز گفت. حالا ببینید این من کلیدمو خیلی سریع وارد کردم به سایت، تقریبا حالا ساعت 2 که منتشر شد 3 زدیم دیگه.
چون سایت کانونم اون روز یه کار خیلی خیرخواهانه کرد، حالا خواهانه تا ساعت 4 به همه وقت داد که کلیدشون رو وارد کنن، بعد اون کسی نمیتونست کلید وارد کنه. درسته. در واقع من گزینه 2 رو انتخاب کردم، به نظر من الف و به درست و حالا جیم و داد غلطن. حالا بعد از اینکه کلید اومد دیدیم اکثر دبیرها، حالا پروازی ها هم بودن خیلی دبیرهایی، مثلا با زرق و برقی گزینه 3 رو انتخاب کردم، به این دلیل گفتن که مورد 4 درسته. حالا استنبادشون هم این بود که دمایی که آب داره توی آزمایش 2 کمتر از دمایی که تو آزمایش 4 داره، پس نتیجتاً حجم مولی گاز هم تو شرایط حالت 2 کمتره. من گفتم که خب اوکی، ولی اینجا یه مشکلی داریم، مگه گاز شما توی آب جمع آوری میشه؟ شما گاز خارج میکنید، شما گازتون تو محیط جمع میشه، یعنی اینجا حجم مولیتون رو محیط تعیین میکنه نه آب. حالا یکی از دبیرهای معروفم بود، از رتبه‌های برترم بود، حالا روی این خیلی تاکید میکرد ویدیو میذاشت، من حالا دیگه هم گفتم بریم حالا این دوستمون رو نصیحتی کنیم، حالا رفتیم صحبت کردیم، ایشون میگفتن به من آره این حجم مولی تعیین میکنه، گفتم بابا گاز آخه بیرون جمع میشه. بعد از نیم ساعت پیام داد، من الان فکر میکنم شما درست میگید، نمیدونم چطور خودمون به این توجه نکردیم. طراح کنگوره خودش هم به این توجه داشته، میدونسته قطعا شما اینو در نظر خواهید گرفت که مثلا حجم مولی فرق داره، گازتون تو آب جمع نمیشه که، گازتون شما خارج میکنید. خوشم یه نکته ای که باید توجه بشید، حالا همچین حرفی هم بهم زدن، گفتن که آقا این گاز داخل آب تولید میشه بعد جمع آوری میشه. خب منم اینو گفتم باشه گاز اونجا تولید شد، ولی حجم مولیشو کجا تعیین میکنه؟ محیط که جمع آوری میشه، خودش هم گاز سریعا حجم مولیش تغییر میکنه، با دما تغییر میکنه سریعا این هم حجم مولیش تغییر میکنه، یعنی این از آبی که در میاد سریعا میشه حجم مولی، حجم مولی محیط نه آب. این نکته ایه که خیلی از دریا به دامش افتادم قشنگ. حالا تو دام یه چیز دیگه هم افتاده بودن، این نصف بودنه و پودر بودنه. حالا فکر کنم بچه‌ها اگه پاس کرده باشن خودشون حل کنن، شاید بچه‌ها میگن فکر کرده باشن که این نصف بودنه اثرش بیشتره یا اون، یعنی منظورم اینه که اصلا میگه ما یه قرص داریم یه نصف قرص داریم، خب ما میگیم یه قرص مقدارش بیشتر ساعتش بیشتر، ولی من یه نصف قرص بیارم و به صورت پودر بیارم شاید ساعتش بیشتر باشه. یعنی خیلی هم به این فکر کردن توی دام افتادن توی این سوال، یعنی مثلا که اون پودر بودنه بگم اون پودر بودنه و اون سطح تماس تاثیر بیشتری داره یا نه اون مقدار تاثیر بیشتری داره، که خب سوال کنکور داره من نشون میده که اون مقدار نسبت به سطح تماس داره زورش میکربه دیگه، اون زور بیشتری داره و اون میکشه سوالات بالا. دیگه هم که ممکن دانش آموزا بهش فکر کنن، مورد 2 رو دقت کنید، گفته که سرعت واکنش در آزمایش 2 نصف آزمایش 1ه. شاید بگیم که این درسته، این یک قرصه، اون وقت این در شرایطی درست بود که این نصف قرص معمولی بود، نه این پودره، این من سطح تماسش تغییر دادم، مقدارش که تغییر ندادم، این فقط در واقع شیبه فرق میکنه. حالا اینم یه نکته ریزی دیگه است که توی این قسمت میشه بشه اجرا کرد. خب بریم سراغ این که بچه ها این خیلی مهمه، خیلی مهمه و خیلی مهمه، یعنی تو باید بدونی وقتی یه پلیمر این مدلی بهت میده مونومرش چی بود، یعنی کیا کنار هم دیگه قرار گرفتن تا این برای من ساخته بشه. ببین این الان مونومر من به این صورت هستش، یعنی این دوتاست، نگاه کن، یعنی مشخصه دیگه الان مونومرت که اینه قشنگ، هی این داره توی شیک برای من تکرار میشه، یعنی باید تو بتونی اون عامل تکرار شونده رو به راحتی پیداش بکنی. این خیلی، یعنی الان مونومر آ رو من بخوام پیدا کنم چی میشه؟ این مدل پیوند دوگانم رو دارم این از این که این میاد با پیوند سگانه، من دیگه من کربون ها رو مثلا مشخص کنم، ببین یه کربون اینجاست، یه دونه اینجاست، یه دونه اینجاست، یعنی این یک کربن اینجاست با پیوند سگانه به انت وصل میشه. حالا بیا دستاشو به هیدروژن های اضافیش بده که مشخص بشه مونومر تو کیه. یه دونه میخواد، این که کامل پره، این هم الکترونش هم بذارم. الان مونومر اینجا عامل تکرار شونده اینجا چیه؟ عامل تکرار شونده مون به این صورت خواهد بود که یعنی مونومر بی من میشه به پیوند دوگانه اینجا، من باز کربن ها رو واسه مشخص بکنم، این دو تا و این حلقه هر به من الان، یعنی اینجا من این حلقه رو دارم،
که دوباره من میتونم این اون دایره بذارم یا بیام خودم اینجا پیوندهای دوگانه رو براش بکشم، هیدروژناش هم وسط قرار بدم. این مونومره بمون. ببینیم که تو گزینه از همون چی پرسیده چه. خیلی هاتون مورد دارینا وقتی پلیمر اینجوری بهتون میده نمیتونید مونومر رو تشخیص بدین، یعنی خیلی تمرین بکنید چون قطعا یه مدلی مدلی بسیده که تو بتونی تشخیص بدین مونومر من کیه توی این پلیمر داده شده. الان یک داره میگه فرمول مولکولی مونومر سازنده پلیمر آ C3H3N، سه تا کربن داره، سه تا هیدروژن داره، یه N داره. پس گزینه یک هم درسته. دومیه درم مولی مونومر سازنده پلیمر بی برابر 104 گرم بر مول است. ما 6 تا تو این داریم، دو تا اینجا، 8 تا کربن داریم، 1 2 3 اینجا هم 5 تا، 8 تا هیدروژن داریم. C8H8 شده که جرم مولیش همون 104، یعنی 8 تا 12 تا به اضافه 8 که همون میشه 104 تا، یعنی گزینه 2 هم درسته. سر نگه دار فعلا. دارم که خدا بچه‌ها رو یادش رفته. ببین سوال داریم میگه جفت الکترون پیوندی مونومر سازنده پلیمر بی دو برابر تعداد جفت الکترون های پیوندی مونومر سازنده پلیمر آه. بچه فرمول یادش رفته. الان بخواد بیاد بشموره اینو اون یک دقیقه تایم کنکور شده مشکل بر بخوره. اصلا ولش کنیم یه لحظه. بریم گزینه بعدی ببینیم چی گفته. گفته تفاوت جرم مولی مونومر سازنده آ با جرم مولی اتیلن گلیکول انقدر هست. داره میگه تفاوت این دوتا. یعنی میگه C3H3N منهای C2H6O2. میتونی بگی جرمولیاش رو دو تا جدا حساب بکنی اصلا میگم بکنی یا نه، میتونی بگی الان بخوام اینا رو از هم کم بکنم اولی یه کربن اضافه داره، سه تا هیدروژن کمتر داره، یه دونه نیتروژن داره، اوکی، دو تا هم اکسیژن کمتر داره، یعنی بیا اینو حساب بکنیم که مسلما محاسبات کوتاه‌تر میشه که کربن من میشه 12 تا منهای 3 تا منهای 14 تا منهای همین دکتر فکر کنم نیتروژن باید جمع بشه چون نیتروژن آره. متعلق داره. دقیقاً بله بله بله. اوکی. این است. که من الان بخوام اینو بگم چقدر میشه؟ اینجا من دارم 26 تا چی شد؟ چی رو ننوشتیم دکتر؟ دو تا اکسیژن میشه در واقع 32. 23 نوشته شده فکر کنم. آفرین بله. دیگه منم کوتاه ننوشتم. خب میشه 32 تا که از هم کم کنیم همیشه 9 تا درست شدی الان درست که پس 4 اونم درسته. حالا ببین تو میتونی کار نکنی اگه احساس میکنی اشتباه بشه، خب میتونی کار نکنی جدا جرم اینو حساب بکنی، جدا جرم اینو حساب بکنی و حلش بکنی. اینم رفت پس میتونی گزینه اشتباه هم گزینه 3 هستش. نکته هست دکتر پی این سوال خیلی هم عالی. فقط حالا نکته ای که دوستان شاید بعضیشون سوال بشه من مونومر از پلیمر چجوری در بیارم، اینو توی یک ایده تست من نزدیک به نیم ساعت حنجره پاره کردم توی کانال هست دیگه دوستان زحمتشو بکشن. دقیقاً خیلی حرفه‌ای گفتم. بریم سراغ ببین سوال گفته در دمای اتاق، یعنی دمای من ثابت تموم نمی‌کنه، میگه مقدار کافی تیغه روی با 250 میلی‌لیتر محلول 2 مولر کلوری کثیر واکنش میده، که اینم واکنشمونه، واکنش هم مبطن شده نشون داده. میگه اگه منحنی تغییر تعداد مول های هیدروژن رو نشون بده، یعنی نمودار افقی داره زمان نشون میده، نمودار عمودی داره مول هیدروژن رو نشون میده، میگه کدوم منحنی هاشیه بیشتری داره، شیه بیشتر داره، یعنی چی؟ یعنی سرعت بالاتری داره و کدوم داره میگه شیه کمتری داره. بریم با هم بررسی بکنیم یکی یکی. عبارت اول داره میگه افزایش حجم ظرف. ببینید بچه‌ها ما تا مادامی که توی واکنش دهنده هامون گاز نداشته باشیم تغییر حجم ظرف چه کم کردنش چه زیاد کردنش نمیتونه تأثیر داشته باشه روی سرعت فروردم، پس این اصلا هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنه، یعنی همچنان همون باقی خواهد بود. مورد ب داره میگه استفاده از پودر روی به جای تیغه روی. من وقتی میام پودر میریزم یعنی دارم سطح تماسم میبرم بالاتر و با افزایش سطح تماس سرعت من بیشتر میشه. مورد پ میگه تکرار آزمایش مورد نظر در دمای 35 درجه. خب دمای اتاق یه چیزی 35 درجه من در نظر میگه 35 پس دما رو زیاد میکنم پس سرعت من زیادتر خواهد شد. هم میگه استفاده از 200 میلی لیتر محلول 2.5 مولار به جای محلول 2 مولار.
اینو چجوری بگیریم دکتر؟ با توجه به چیزی که تو اون سوال گفتیم، یعنی ما اینو اینجا گفته دو مولار، یعنی با مولاریتش داریم دیگه دوباره، چون آره، مولشو نکته ای که بخوایم من به اینجا دست بیاریم. دوستان بهش توجه کن، بازم قشنگ این نکته رو اینجا استفاده میکنن. حالا دو دقیقا نیم مولار، یکیش دو مولاره. اگه مولشون حساب کنیم میبینیم مولشون یکسان، ولی یکی غلظت بیشتری داره. همونطور که گفتی بیشتری داره. نه حجم نه مول صحبت نمیکنه، اینجا فقط مولار صحبت میکنه. دقیقا که میگیم مولار این بیشتر، پس چون مولارش داره بیشتر میشه، پس دوباره باز سرعت منو داره زیاد میکنه. باز من با اون موله کار ندارم، باشه همیشه کلا این مولار رو در نظر بگیریم واسه حل کردن این سوالات. سه میگه قرار دادن ظرف توی محیط آب و یخمون، خب یعنی داره دما رو میاره پایین تر، پس یعنی چه منحنی من کم خواهد شد، پس سه تا زیاد میشه و یه دونه کم میتونی به گزینه یک میرسیم. اینم از این. حالا یه ریز نکته من بگم برای دوستان رفع پا میشه. بله. رفقا افزایش حجم ظرف چون با گاز سر و کار داره، ما هم میدونیم این عواملی هم که صحبت میشه همش برای ماده واکنش دهنده است. همینطور که میبینید اینجا شما یک فراورده گازی دارید، ولی من فراورده گازی به دردم دور. نمیخوره، من واکنش دهنده گازی به دردم میخوره. واکنش دهنده گازی. نکته ریزی هم که در کنار این باید توجه داشته باشی، افزایش چطور میگن حجم، اگه بگم محلول اون فرق میکنه با این حجم ظرف ها. حجم محلول اگه من بگم افزایش بدم، رقیق ترش کنم، سرعت واکنش چون غلظت کم میشه سرعت کاهش پیدا میکنه. اینجا حجم ظرف بحثه. بریم بچه سراغ بعدی که باز اینو فکر کنم خیلی هاتون اذیت بشین تو حل کردن. ببین چی داره میگه. داره میگه اگه بدونی ساختار مقابل ساختار لاکتیک اسید باشه، کدام گزینه ساختار پلی لاکتیک اسید رو داره من نشون میده. نگاه کن، این دوباره مونومری هستش که تو خودش اسید داره، تو خودش الکل هم داره، یعنی تو باید اینا رو کنار هم دیگه بذاری، یعنی خود این مونومر داره تکرار میشه. مثلا پلی لاکتیک اسید من باید دو تا این خودش یعنی کنارش قرار بگیره. نگاه کن، یعنی من دوباره اینو بخوام بذارم، ولی یه مدلی باید قرار بدی که کنار این اسیدت الکل قرار بگیره، یعنی اوهاش اینجا قرار بگیره کنارش. اوهاش من اینجا قرار بدم کنارش به چه صورت میشه؟ حالا ساختار رو من برعکسش میکنم دیگه، این به یه سی هاش وصل باشه، این سی هاششه، حالا این سی هاشش به یه سی هاش سه وصله، بعد این سی هاش دوباره به یه کربن سی او او هاش وصله. این از این، یعنی همچین ساختار دارم، این ساختار دکم کجوکله تر میشه. الان ما میگفتیم از اسیدمون چی بکنیم؟ از اسیدم یه او هاش قرار بکنم و از الکلم هاششو میکنم. قبوله؟ این الان سی او اوی من باشه، در کنار یه اکسیژن قرار میگیره، این در کنار این و این در کنار این. ببینیم که با تو کدوم گزینه همیچین حالتی رو داریم. ببین سی او دوگانه رو بگیر، این سی او دوگانه باید کنار اکسیژن قرار گرفته باشه. خب کنار اکسیژن قرار گرفته باشه، این بر نگاه کن سی او باشه کنار اکسیژن، بعد باید سی هاش بچسبه از این طرف. خب این بر به سی هاش رو چسبیده، هیچی، یعنی گزینه یکم. گزینه دو رو ببین، سی اوی تو نگاه کن به سی هاش شو، بعد سی هاش سه و او هاش بس شده از این ور، یعنی بد نشونش داده. نگاه کن سی او سی هاشه، من بذار قلمم بیارم مشخص تر باشه. ببین سی او رو نشون داده که به یه سی هاش بسته و به یک سی هاش سه. اینه نگاه کن، سی او رو نشون داده که به یه سی هاش بسته، به یه سی هاش سه بسته. حالا اینجا این او هاشه اومده کنار یه او قرار گرفته، این او است که دوباره این اوه، بعد دوباره سی اوه این و سی هاشه، بعد سی هاشه، بعد اوت دوباره از اون طرف، یعنی به گزینه دوم میرسم من. یکم ساختارش کج و کله میشه، متوجه شدن به نظرتون دکتر؟ حالا من همچین حالتی هم میتونم به دوستان پیشنهاد بدم. حالا وقتی که این ساختار رو مشاهده میکنم، میبینم که یه سی اچ سه در طول این پلیمر نیستش، یعنی به صورت فرعیه، یا بالا میذارمش یا پایین. توی گزینه یک همچین حالت دیده نمیشه، تو گزینه سه هم همچین حالت دیده میشه. میتونن دو تا گزینه از این روش حذف کنن. درست، میتونیم اونم داشته باشیم. مثلا به این فکر میکردم که ما میتونیم بگیم که یه دونه الان استر داشته باشیم، ما همیشه بگیم سی او اسیدو داریم، اینطوری بریم جلو. ولی کلا بتونید یه کاری کنید که کنار هم یه قرارش بدید تو ذهنتون، اینو بچرخونید بالا پایینش کنید، خیلی راحت تر به جواب میرسید. همون سی های سا رو رد بکنید که گزینه یک و سه مون کلا بره. بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال بعدی خوب و راحته، ببینیم که چجوری حلش کنیم.
دارم که تو کدوم گزینه زیر هر دو مورد مربوط به یکی از عوامل، میگه هر دو تا موردی که من گفتم یکی از اون عوامل موثر بر سرعت هستن که دارن بررسی میشن. یکو نگاه بکنم، دارم که بریدن فلز سدیم با چاقو، خب من وقتی میبرمش یعنی چیکار دارم میکنم؟ سطح تماسش رو دارم زیاد میکنم. ولی دارم که خارج کردن مقداری O2 از ظرف، وقتی من دارم کم میکنم خارج میکنم، این دارم فشارش رو تغییر میدم، پس یکیش دارم به سطح تماس، یکیش فشار، پس گزینه یک نمیتونه باشه. دو، دارم میگه افزودن فشار بر ظرف، یعنی من دارم فشارش رو تغییر میدم. مورد دوم دارم میگه افزودن مقداری اکسیژن به ظرفم، یعنی من دوباره دارم فشارم رو تغییر میدم. چرا میتونم فشار در نظر بگیرم؟ چون دارم میگه حجمش ثابته، حجمش ثابته، دارم من وارد میکنم گازش، یعنی دارم فشارش رو افزایش میدم. که فشار گازم چی میشه؟ میشه اون مقدار ضربه که گاز داره به یعنی حجم ظرف برخورد میکنه، یعنی اون ضربه هایی که گاز داره به دیواره ظرف وارد میکنه. الان چون حجم ثابته، مقدار گاز رو زیاد میکنه، فشارم زیاد میشه. یعنی هر دو مورد دارن فشار رو بررسی میکنن، که دو هر جفتش یه چیز هستش. سه، داریم که گرم بکنیم، این داره دما رو تغییر میده. بعدی داریم که استفاده بکنیم از براده، یعنی داره سطح تماس رو در نظر میگیره. قسم نیست. چهار، گفته وارد کردن واکنش نمی تو ظرف کوچیک‌تر داره حجمت رو تغییر میده. و داریم که افزودن سدیم به واکنش، که اصلا یعنی داره اون میزان واکنش دهنده رو تغییر میده. پس اینم هر دو عاملشون یکسان نیست. گزینه دو رو داشتیم که هر دو عاملش فشار ما رو تغییر میده. نکته این غلظت هم برم توی گزینه دو، افزایش فشار باعث میشه حجم ظرف کاهش پیدا، حجمون کاهش پیدا کنه، و حجم کاهش پیدا کنه غلظت افزایش پیدا میکنه. در واقع حالت دوم هم که دارم مول اضافه میکنم، وقتی که مول اضافه کنم طبیعتا بازم غلظت افزایش مولاری تموم بیشتر میشه. بریم سراغ این سوالم. ببینید بچه ها، داره میگه 132 گرم از پلی استر داده شده رو آب کافی کنید و اسید حاصل از اینو با مقدار کافی از دیامینمون آمینمون واکنش میدید. ولی چند گرم پلی آمید تولید میشه؟ خب این سوال خیلی راحته. نگاه کن، وقتی تو اینو داری کلن این اسیدت که از دو طرف بهش اوهاش اضافه بکنی، و این ور میشه نکشم یک کوچولو هاش بکنم، این ور میشه الکلت که از دو طرف بهش هاش اضافه کنی. پس من تکلیف اسید خودم رو اینجا مشخص بکنم که این میشه دی اسید من. حالا این دی اسید رو من میام کنار اون دی آمینی که به من داده قرارش میدم. وقتی یک دی اسید کنار یک دی آمین قرار میگرفت، اتفاقی که میفته چه بچه عزیزم؟ از اسید اوهاش میکنم و از دی آمینم یه هاشش رو میکنم. خیلی هاتون بچه خیلی اینو سخت کنار هم دیگه قرار میدی، قرار نیست کاری بکنی ها، قرار دقیقا همینو بچسبونی به اون، خیلی آسون. و خیلی هاتون من دیدم که اینو کارو سخت انجام میدین، کاری نداره، دقیقا همینو میای میری میچسبونی به اون. این سی اوه یه ان داره یه هاش داره، دقیقا همونو دارم پایین کنار هم دیگه میکشم و به هم وصلش میکنم که اومد اینو من داد. سوال از من چی پرسیده بود؟ سوال گفته بود 132 گرم از این پلی استر، یعنی من این پلی استر 132 گرم از این رو برمیدارم، حالا میگه اسیدشو میارم با آمین قاطی میکنم، چند گرم از این پلی میشه؟ میتونید اینو بچا به صورت یک واکنش زنجیره‌ای ببینید، یعنی به طور مستقیم از اون 132 گرمه بریم به اون x گرم پلی آمیدتون برسیم، چون ذرایی بمون اینجا با هم دیگه برابره و یک هستش، میتونیم ما این کار بکنیم. اما گفته 132 گرم از پلی استر ضریب یک، بریم جرم مولی اینو حساب بکنیم، یعنی باید هیدروژن هاشو مشخص بکنی تا بتونی جرم مولیشو حساب بکنی. اول بریم چند تا کربن داره؟ یه دونه، دو تا، سه تا، 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12، یعنی 13 رو داریم. هیدروژن هاشو بذاریم، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12. چند تا اکسیژن داره؟ 4 تا اکسیژن داره، که جرم مولی اینو بخوایم به دست بریم میشه 12 تا 12 تا بذاریم 12 تا 1 به اضافه 4 تا 16 تا که میشه 64 تا، میشه 132 تا. 400 نه 132 تا نمیشه. میشه 100 و ببینیم میشه 144 11 تا رو داریم که میشه 156 تامون، 170 تا با اون 60 تامون.
160 همون با اون 60 که میشه 220 تا. درسته دیگه. 220 الان میگه چند گرم از اون پلی آمیدا تولید میشه. یعنی من برم مستقیم میتونی یه کار دیگه هم بکنی. میتونی بری از این مول دی اسیدو به دست بیاری، از مول دی اسیدت بری اینو به دست بیاری که لازم نیست این کار بکنی. یعنی به صورت یک واکنش پشت سر هم حل کنی، یعنی زنجیره‌ای ببینیش، یعنی فراورده تجزیه پلی استرس که یک دی اسید با یک دی الکل هست رو دی اسیده، یعنی فراوردهش رو آوردی به عنوان واکنش دهنده، تو واکنش پایین استفاده کردی، حالا تو یه پلی استر بده. الان داره میگه ما 132 گرم از این پلی استر استفاده کردیم، بعد میگه چند گرم پلی آمید میده. یعنی ما اینجا ایکس گرم رو داریم، دوباره ضریب اینجا یک و بریم کربنام رو مشخص کنیم. ببین یه کربن اینجاست، 2 6 اینجا 7 تا 8 تا، دوباره با 6 تا اینجا 6 و 6 12 تا 13 14 تا. چند تا هیدروژن داریم؟ بریم بکشیم. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا و یه دونه اینجا ده تا. چند تا او داریم؟ دو تا اکسیژن داریم و دو تا هم نیتروژن داریم. جرم مولی اینو بخواییم به دست بیاریم، چهارده تا، دوازده تا داریم، یه ده تا داریم، دو تا هم شونزده تا داریم که میشه 32 تا به اضافه، دو تا چهارده تا که میشه 28 تا. میشه 30 تا، این میشه 60 تا، با این میشه 70 تا و اینو حساب بکنی میتونی اینو اینجوری بگی، بگی این بوده 14 در 10 به اضافه 2، یعنی بوده 140 به اضافه 28 تا که میشه 8 تا. حالا 168 با 70 تا بخوای جمع بکنی یه 8 تا اونجا میمونه، میشه 238 تا به جرم این پلی آمیدام. اسم یکم اینجا رو بچه‌ها مرتب کنم واسه تون خلوت باشه. اینم از بعدش بتونیم طرف دیگه استفاده کنیم. بله صدا تو خوش میگم، فکر کنم بعد این بتونیم تا حدودی از تقریبی استفاده کنیم. اول از هر سادش کنیم، مثلا به چهار میخوره فکر کنم دیگه. آره مثلا به چهار بزنیم اینو، 54 میخوره، 33 دیگه درسته. بعد دوباره به چهار میخوره این، بخوایم بزنیم، نه به چهار نمیخوره، به دو بزنیم میشه 27 تا. الان ما تقریب بریم که تا اینجا ساده بکنیم و بریم. درسته؟ نظر شما هم همینه. من 119 بازم... میبرم خودم رو 120 که یک مذهبی از 3 تشکیل بشه. بالا دو تا مذهب این... از 3 دارم، با 27 یه دونش بره. اینو با 3 بزنیم که بشن 9 همون، با 3 که بشه 11 تا. دوباره به 3 میتونیم بزنیم، اینو بزنیم 40، اینم بشه 3 که بشه 440 مون تقسیم بر 3 که تقریبا میشه 1 بدیم میشه 142 که تا 114 بریم که مشخص میشه که گزینه ها میرن، فقط یه دونه 2 رو داریم. درست. که میتونیم اینجوری بریم. درست. این هم از این. اگه نکته هست دکتر جان بفرمایید شما. آره یه راه حل میخواستم بگم، حالا شاید دوستان زیاد با حالا ترکیبات عالی پیچیده توی حالا واحد تکرار شونده برخورد کردن و میان از فرمول تعداد هیدروژن استفاده میکنن که میشه تعداد کربن ضرب در دو به اضافه دو منهای دو ضرب در تعداد پیوند دوگانه به اضافه تعداد حلقه منهای چهار ضرب در تعداد پیوند سگانه منهای تعداد هالوژن به اضافه تعداد نیتروژن. این فرمولی که واسه تعداد هیدروژن استفاده میکنه، هیدروژن آره، ولی رفقا میان اینجا استفاده میکنن به درد نمیخوره، قاطی میکنه. ساده یه روش ریز بگم که از اینم بتونید استفاده کنید، همون فرمول نهایتا منهای دو کنید. تعداد هیدروژن مونومر در واقع واحد تکرار شونده رو درسته. ولی که این سوال میبینید چیش اذیت میکنه تو کنکور، اصلا بچه ها میان مثلا میخوان اینو تجزیه کنن، یه دی اسید میکشه، یه دی الکل میکشه، حالا اون دی اسید رو میاره پایین با دی آمینه، یعنی یکم جا نیست که اونجا کشیدن اینا کنار هم دیگه. حالا مثلا ما توی یک حساب حل کردیم، یه سری از بچه ها هستن میان از اون طرف مول اسید به دست میارن، بعد از مول اون میخوان برن، اصلا جا نمیشه بچه ها. یعنی سعی کنید اینو یکم یه سری مراحلش رو تو ذهنتون برید که بتونید راحت‌تر حلش بکنید، چون محاسباتش هم خودش هم باید با تقریب برید و یکم زمان بر خواهد بود این فرآیند. این هست. بریم سراغ سوال بعدی که اینم یکی از سوالای کنکورم بود. اینا بچه‌ها تو دام افتادن. چرا تو دام افتادن؟ به خاطر اینکه خب ما یه همچین نمودار تو کتاب داریم، ولی نمودار کتاب برعکسه. به خاطر همین بچه‌ها میگم ببین هر علمی، نمیدونم اصلا کاری ندارم شیمی، فیزیک، ریاضی،
تو به خط عمودی و افقی نگاه کن که چی رو داره نشون میده. ببین اینجا داره خط افقی تو هر چهار نمودار انحلال پذیری نشون میده، یعنی گرم هشنده تو 100 گرم آب نشون میده. عمودیه داره شمار اتم کربن نشون میده. ما تو کتاب نمودارمون برعکس دیگه، یعنی افقیه داره میاد شمار اتم کربن نشون میده، عمودیه داره انحلال پذیری رو نشون میده. خیلی از بچه ها توی این سال کنکور اینجوری تو دام افتادن که سوال رو اشتباه زدن. پس خیلی بچه ها توجه کنید که افقی و عمودی چی نوشته شده. ما خب خودم یه چیزی میدونیم که من یه همیچین چیز رو در نظر بگیرم 0, 1, 100 و 1، اولا ما یه سری از الکل ها رو داریم که میدونیم بی نهایت پروپر میشه و من نمیتونم یک محلول سیر شده ازش داشته باشم. متانول و اتانول و پروپانولمون رو داریم، یعنی من از الکلم با کربن های 1 و 2 و 3 و هر میزانی که دلم بخواد میتونم تو آب حلشون بکنم. ببینید تو کدوم گزینه به این صورته. گزینه 1 رو ببین، من بذار با این برم بهتر بشه برات. نگاه کن تو گزینه 1 داره میگه اگر تو متانول داشته باشی انحلال پذیری حدود 6 تاست. ما داریم میگیم از متانول، اتانول و پروپانول نمیتونیم مثلا محلول سیر شده دست بریم، چجوری به من داره انحلال پذیری میده؟ پس گزینه 1 هم اینجا میگیم که غلطه. گزینه 2 رو با هم بررسی بکنیم. گزینه 2 دوباره داره میگه 1. خب 1 رو بیار به نمودار ببری دیگه، که دوباره نگاه کن تو به دستت به هیچ جای نمودار بند، یعنی این 1 رو تو داشته باشی، 2 رو داشته باشی، 3 رو داشته باشی، به نمودار فعلا نشون نده. اینجا رو نگاه کن، 1 رو داره یه حدودی به چسبونی به این به 4 میشه، پس گزینه 3 مونم بچا نمیتونه درست باشه. و گزینه 4 رو نگاه بکنید، اگه تو 1 رو بخوای بگیری، بخوای به نمودار بری، که خب این نمودار همینجوری میبره تا آخر، یعنی 1 رو بگیری بخوای به نمودار چیز کنی، هر مقداری بخوای داره از اون تو آب حل میشه. 2 هم همینطور، 3 هم همینطور. و اونهایی که تو آب محلول، یعنی بیشتر از اینه، ما میگفتیم 5 کربونه و 6 کربونمون رو اینجا، یعنی 4 و 5 کربونمون رو میتونیم محلول در نظر بگیریم، یعنی مقدار حل شدنش یه چیز بیشتر از 1 باشه. خب 4 رو شما بیا اینجا نشون بدی، تو نمودار 2 نشون بدی، 4ه، یه چیزی بین 0 و 1ه، یعنی داره به تو بین 0 و 1 نشون میده، تو باید میزنه 4ت رو بیشتر از 1 نشون بده. پس گزینه 2 هم نمیتونه باشه و تو به همین گزینه 4مون میرسی، یعنی گزینه 4 درسته. بچه‌ها اشتباه زدن به خاطر اینکه دقیقاً اومدن نمودار که تو کتاب بود و زدن، چون حواسشون به خط عمودی و افقی نبود چی رو نشون میده. یعنی حواستون حتما باشه به این موضوعات هم باشه. درست. این هم از این که حالا ما اومدیم جای ایکس ایگرگ رو تو این نمودار عوض کردیم و نمودار جدید ازتون خواستیم. رفقا بیاین یه ذره ریاضی واره نگاه کنیم. اگه من جای ایکس و ایگرگ رو عوض کنم، در واقع دارم تقارن میدم نمودارمو نسبت به محور ایکس ایگرگ. اگه نمودار یک نمودار اون همون اولیه که خوندید، بیایید خط ایکس ایگرگ رو رسم کنید نسبت بهش تقارن بدید، دقیقاً میفته رو گزینه 4. دقیقاً اونم میتونستید بدید. ولی خب خیلی مهمه دیگه، چرا ببینید اصلا من دقیقاً دیدم بچه‌ها اصلا نگاه نمی‌کنن رو خط عمودی افقی چی نوشته و چی رو داره از من می‌خواد. پس به این موضوع خیلی توجه بکنید تا بتونید بهتر کنید ان شاء الله. مالی متشکرم خانم دکتر، خسته نباشید. حالا امروز مرسی از شما، شما هم خسته نباشید. متشکرم. حالا یه بدقولی هم انجام شد از طرف من بود، حالا حقیقتش کم مشکلی برام پیش اومد، نتونستیم جلسه رو سر وقت برگزار کنیم. ان شاء الله بقیه جلسات حالا تمام سرمونی که سر موقع برگزار بشه. حالا از دوستان می‌خوایم که حتما بازخورداشون رو برامون بفرستن، چون قطعاً حالا مخصوصا بازخوردهای منفی باعث میشه که ما کارمونو بهبود ببخشیم، یعنی حالا با آغوش باز استراحت هم میپذیریم. خب ممنونم از همه عزیزان. مرسی از شما، خیلی کس عالی بود. خسته نباشین کلی. متشکرم. خسته نباشین. امیدوارم بتونید بچه‌ها فعلا خدا نگهدارتون.